بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت شما. من اولش پیشنهاد خدمتتون بدم اینم که اگر میتونید حتما سخنرانی انتخابات 96 بندر گوش بکنید. فروردین 96 قبل از انتخابات یه سخنرانی داشتم، خیلی کمک میکنه، در واقع مقدمه برای این سخنرانی. نکته دومی که بنا نیست من توی این جلسه به همه مسائل انتخاب بپردازم، جلسه یا جلسات دیگری هم خدمت شما عزیزان خواهم بود. من تا اینجا یه سری سرفصل مهم رو میخوام محضرتون عرض بکنم تا پیش بریم دیگه. اگه خاطرتون باشه من توی سخنرانی سال 96 عرض کردم من جامعه رأی کشور رو به 4 بخش تقسیم میکنم. یه جامعه رأی سکولار و لیبرال هستن که اینا حالا بهتر بگیم سکولار. اینا عمدتاً زمانی در انتخابات شرکت میکنن که بشه با انتخابات در واقع پدر نظام رو در آورد، یعنی به شرطی در انتخابات شرکت میکنن که بدونن نتیجه انتخابات ضربه به در واقع به اصل نظامه. یه جامعه رأی اصلاح طلبی داریم که با جامعه رأی سکولار اشتراکاتی داره، خب نه که هر اصلاح طلبی سکولار باشه، نه. جامعه رأی رفرمیست ما بنده معتقدم به شدت با سرعت بسیار بالایی در حال آب شدن و از بین رفتنه، چون در واقع مبانیش داره از بین میره و در حال حل شدن به سمت و ذوب شدن در جامعه رأی سکولارا و لیبرالاس. شاید این دوتا گروه رو ما بتونیم بگیم لیبراله. یه جامعه رأی فاندامنتالیست و اصولگرا داریم، حالا اگر شاید برخی هم انتقاد داشته باشن به عبارت فاندامنتالیست استفادهش برای اصولگرایی، حالا عبارت بهتری من پیدا نکردم، و این هم اشتراک داره با جامعه رأی اصلاح طلبی، یعنی ما افرادی هستن که به هر دو طیف نزدیکن یا حالا شاید یه جایی بگیم رفتارهای منافقانه دارن، و یک جامعه رأی هم که من اون اسم اونا میذارم پیپل، مردم، و عمده تأثیرگذاری رو انتخابات رو هم همینها در واقع رقم میزنن و گروه های قبلی به دنبال جذب این رأی هستن. معتقدم جریان مردم متاسفانه چند سالیه به سمت در واقع اون دایره سکولار داره پیش میره، یعنی سبک زندگی، اثراتی که شبکه‌های اجتماعی داشته رو زندگی ما. قبلا این الگو جغرافیایی بود، یعنی به عنوان مثال اگر ربخانی در شهرک اکباتان یا شهرک غرب صورت میگرفت چند سال طول میکشید تو تهران این اتفاق میافتاد، رایج میشد، بعد تو شهرهای بزرگ مثل اصفهان، شیراز، تبریز اینا، و بعد به شهرستان ها کشیده میشد. شاید این روند 10-15 سال طول میکشید، اما الان به واسطه این شبکه‌های اجتماعی خیلی سریع شده. مستحضرم هستید تو سند SCGS خواسته شده که سرعت اینترنت در روستاها هم بالا بره به خاطر اینکه این ارتباط راحت‌تر برقرار بشه. من سخنرانی داشتم در پردیس، اونجا برای نیروی انتظامی، اونجا معمولا بعدش هم توی خود پردیس سخنرانی داشتم. معمولا اینجوریه، یعنی یه شهر میرم برای سخنرانی، صبح یه مجموعه مثل ارتش، نیروی انتظامی، سپاهی، یه جایی که معمولا نیروهای نظامی و امنیتی هستن سخنرانی میکنم براشون، بعد میرم دانشگاه سخنرانی میکنم، دو تا دانشگاه، شب هم مثلا میریم یه مسجدی حسینیه، سالن توی شهر، قبل در واقع شام هم میگم بلند شیم بریم اون بالا شهر و پایین شهرتون هم به ما نشون بدید. معمولا فضای شهر کلا دستم، اولا نگاه مسئولین و امنیتیاشون رو میبینم به مشکلات شهرشون چیه، بعد نگاه قشر آکادمیک و دانشگاهیشون رو میشنوم، بعدش هم شب خودم میرم با مردمشون صحبت میکنم، میرم بالا شهر و پایین شهرشون هم میبینم که قبلا تو سخنرانی ها مفصل راجع به اینا خدمتتون عرض کردم. مثلا خاطرم از پردیس رفته بودم پرسیدم که اینجا مثلا چه مسئله ای دارید شما، یه مسئله مهمشون سگگردانی بود. خب ببینید، یعنی اینکه یه زمانی شما برای اینکه خودتون رو مدرن نشون بدید خیلی باید هزینه میکردید، خب اما الان قرار نیست اصلا هزینه ای بکنید، قراره فقط یه سری ظواهر رو رعایت بکنید تو ذهن مردم و تو چشم مردم مدرن به چشم میایید و به نظر میرسید. این مهمه. حالا یه نکته دارم، اولا پس سکولارا به شرط تو انتخابات شرکت میکنن که بشه باش به نظام ضربه زد. اصلاح طلبا معمولا قروناز دارن، بعض ما میان تحریم میکنیم، میان نمیان، عرض کردم رو به کوچک شدن. شما رأی تهران اینا رو دیدید دیگه، آیه سرلیست اینا، آیه انصاری رأی بسیار پایینی آوردین. اصولگرا حتما توی
انتخاب شرکت میکنن، مقوله اینا امت همیشه در صحنه و بخشی از مردم، بقیه مردم هم تابع در واقع فضای کشورن. رأی انقلابی ها و اینا مشخصه، یعنی همیشه در انتخابات شرکت میکنن و یه وظیفه شرعی میدونن. اما رأی لیبرال ها من میتونم دستبندی کنم اینا رو و مهمه، خوب میخوام خوب دقت بفرمایید تا بتونیم بهتر نتیجه رو ازش بگیریم. یکی این که جامعه سکولار که عرض کردم، اینا به شرطی شرکت میکنن که احساس بکنن که یه دهنکجی کردن، میتونن ضربه بزنن، یه همچین حالتی. دو بخش قابل توجه از رأی جریان لیبرال در کشور ما برادران اهل سنت هستن، حدود 5-6 میلیون شاید رأی داشته باشن و همیشه هم اصلاح طلبا سر بزنگاه سراغ اینها میان و سعی میکنن با تحریکات مذهبی ازشون رأی جذب بکنن. مثلا یه خاطرتون باشه آیه جنتی وزیر ارشاد وقتی آیه قرآنی خون در انتهاش صدق الله العظیم گفت و کفا بالله حسیبا صدق الله العظیم، یا نامه اصلاح طلبان به مولوی عبدالحمید خدمت شما عرض بکنم همین چند وقت پیش منتشر شد، یا دیدار آیه حسن خمینی با مولوی عبدالحمید. مولوی عبدالحمید از بزرگان احناف است، حنفی ها، یا ماجرای دهباشی که حالا به وقتش مفصل در مورد ایشون میپردازم خدمتون، یا همین فیلمی که شیرازی ها ساختن در مورد زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، در واقع محرک اهل سنته. یعنی با این کار تحریک میکنن اهل سنت رو که به جریانی که نسبت کمتری با تشیع داره رأی بدن. اگه دوستان اهل مطالعه هستن مستحضرن، چند وقت پیش آیه جلال جلالی زاده، یعنی اما سالها بود دیگه، مصاحبه کردن که اصلاح طلبان وقتی به پیروزی میرسن اهل سنت رو فراموش میکنن. یعنی این نماینده مجلس بوده ایشون و فعال سیاسی کرده که اینا میان همیشه از ما رأی رو میگیرن و بعدش هم بلند میشن میرن. الگوی رأی های دکتر روحانی رو هم اگه نگاه بکنید، من روی تصویرم تو که میبینید، خب الگوی رأی نشون میده که اهل سنت کاملا به آیه روحانی تقریبا رأی دادن و قاطبه رأی ایشون در بین اهل سنت. من سال 96 رو بر شما بررسی میکنم، ببینید همونطور که در تصویر میبینیم استانهای سنی نشین مثل سیستان بلوچستان، مثل کردستان، مثل گلستان، مثل آذربایجان غربی، رأی های روحانی بالاست. مثلا سیستان بلوچستان که میبینیم کاملا بنفشه، یعنی هر چقدر میزان این در واقع این رنگ بنفش بیشتر باشه، یعنی رأی درصد رأی به آیه روحانی بیشتر بوده. مثلا خراسان رو میبینید که آیه رئیسی رأی دادن و در واقع سبز. روی استان ها وقتی، روی حتی شهرستان ها وقتی دقیق میشید، یعنی وارد مثلا ما استان خراسان رضوی که میشیم، خب استان شیعیه اما میبینیم برخی از شهرستان ها بنفشن. دقیقا وقتی میریم میبینیم شهرستان های سنی نشینه، مثل تایبات، تربت جام، سرخس، یا در استان گلستان وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم اینچبورون، آقلا، گنبد کاووس، اینا به آیه روحانی رای دادن، مناطق سنی نشین. خارج از کشورم رأی آیه روحانی بیشتر از آیه رئیسی بود، و جز چند تا کشور مثل سوریه، عراق، اینها که کاملا مشخص نگاه سیاسی رو نشون میده. تو سوریه آیه روحانی 360 تا فقط رأی داره و آیه رئیسی 2196 تا. و جالبه اونطور که بنده شنیدم توی صندوق رأی مدافعان حرم آیه روحانی حتی یک دونه رأی هم نداشته، یا اگرم بوده دیگه بسیار کم بوده. این توی بنده شنیدم و تحقیق کردم حتی یک دونه رأی هم نبوده. خب پس یک بخشی از این جامعه رأی، جامعه رأی برادران اهل سنته که همیشه در واقع به سمت رأی اصلاح طلبی و این بار هم به سمت آقای روحانی رفت. من بخوام استانها رو برای شما مثال بزنم، استانهای سنی نشین رو که اهل سنتشون بیشتر هستن، حالا شروع میکنم حالا از کردستان، حالا آذربایجان غربی جلو چشمه، وقتی ما اینا سورت میکنیم رأی های روحانی رو میبینیم دقیقا مهاباد، بوکان، در واقع شهرهای سنی نشین آذربایجان غربی، مهاباد 75 درصد آقای روحانی رأی داره، 75 درصد رأی کسب کرده، بوکان 74 درصد. همینطور هرچی که میایم به سمت مناطق شیعه نشین رأیشون کمتر میشه. در مجموع سبد رأی روحانی فقط اهل سنت نیست، هم دقت بکنید برخی از استانها گرایش اصلاح طلبی دارن، اون هم بالاخره خوب مهمه. یا مثلا استان دیگه که خدمتتون عرض کنم، چون به ترتیب دارم همینطور میرم، تو بوشهر هم همینجوریه. یعنی وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همین الگو تقریبا رعایت شده. مثلا مناطق خدمت شما عرض بکنم
برادران اهل سنت هستن توی بوشهر مثل عسلویه و اینها، مثلا این 79% آیه روحانی رأی داره. و جالبه بدونید در مجموع بیشترین رأی در استانها آیه دکتر روحانی در سیستان و بلوچستان 72 19% و در کردستان 67.39% داشته. یعنی دو استان سنی نشین بیشترین درصد آرا هم باز آیه روحانی داشتن. تو تهران 65% اینا بود، در تهران هم بیشتر. یعنی میخوام بگم این رابطه مستقیم بین مناطق سنی نشین و رأی به آیه روحانی وجود داره. بقیه استان هم همین جوریه، مثلا خراسان جنوبی هم مناطق سنی نشینش همین اتفاق افتاده. خب در میان سنی نشین هم 58% بهشون بیشترین درصد رو اونجا داشت. در خراسان رضوی هم همینطور که عرض کردم وقتی میرید نگاه میکنید ببینید همین تایبات، خاف، تربت جام، اینا تایبات 72%. بعد هرچی شما میرید مثلا چه میدونم به مناطق شیعی که میرسید کاملا ورق برمیگرده، مثلا توی زاوه 79% آقای رئیسیه، 18% آقای روحانی رای میاره. تو رشتخوار هم همینطور 77% آقای رئیسی در واقع رای میاره. خراسان شمالی هم حالا من چون خیلی اهل سنتش تعداد جمعیتش قابل توجه نیست میگذرم. سیستان و بلوچستان جالبه، مثلا شما میبینید که سیب و سوران 94%، خاش 90%، نیکشهر 90%، سراوان 89%، میرجابه 89%، قصرقند 89%، سرباز 88%. یعنی این رأی به آیه روحانی 94% فکر کنیم مثلا سیب و سوران رأی به آیه روحانی دادن. یا بله استان کردستان جالبه، باز در نوع خودش همینطور همین الگو رو ما میبینیم که سقز 77%، دهگلان 72%، سنندج 72%، دیواندره 71%. و کمترین رأی به آقای روحانی در بیجار و قروه است که دقیقا دو شهر شیعه نشینن. یعنی یک الگوی کاملا مستقیم، همینطور در تصویر هم شما عزیزان دارید میبینید کاملا واضحه، این رابطه مستقیمه. و فراموش هم نکنیم تنها در واقع جامعه رأی اهل سنت نیستن، دلایل دیگه هم داره، اما این خیلی مؤثر بوده. در استان کرمان هم همینطوره، مناطق سنی نشین بیشتر. تو کرمانشاه هم جالبه، کرمانشاه در مجموع استان شیعه نشینه اما خب مناطق سنی داره. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بله دقیقا همین الگو برای دکتر روحانی، پاوه 75%، جوانرود 71%، همینطور مناطق سنی نشین کاملا مشخص و واضحه. پس یه رأی همیشه این بوده و جریان لیبرال رو این واقعا حساب باز میکنن و همیشه هم قبل انتخابات اینها رو تحریکشون میکنن، اهل سنت رو تحریک مذهبی میکنن، یه سری پالسا میکنن و واقعا اهل سنت فریب میدن. راستش رو بخوای همینطور که من صحبت نماینده کرد مجلسمون رو عرض کردم، میگه آقا اینا رأیشون که میگن بعدن میرن پی کارشون، خبری هم ازشون نمیشه. یا مثلا با یه صدق الله العظیم گفتن، یا کاری که آیه دهباشی کرد اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش، به یک بار اومد ایشون در اینترنت در توییتر معروفه به بلاک باشی، یعنی همه رو بلاک میکنه، ایشون کوچکترین انتقاد بلاک میکنه، به یک بار ایشون همه رو از بلاک در آورد. خب طیفی که ایشون بلاک کرده بود بچهای در واقع مذهبی و شاید یه خورده مثلا حالا با رویات مذهبی خورده تندن باشن، اینا از بلاک در آورد که حرفی که میخواد بزنه خوب بازتاب داده بشه، کاملا مشخص. بعد اومد چیکار کرد؟ یوهی مطرح کرد که آقا خونه های مدینه که اصلا در نداشته که حالا مثلا برن از زهرا پشت در قرار بگیرن. خب بنده توی سخنرانی فکر می‌کنم سال 91 که من به عنوان بصیرت فاطمی در مشهد این شبهه جواب داده شده، سالها قبل بنده علمای مفصل جواب دادن، علما بزرگ، حالا بنده همش پرداختم خیلی هم واضحه، یعنی و به مهاجه طلبی اینا که از بلاک در بردم، این سر صدا کرد، سر صدا کرد و به مناظره کشیده شد که اصلا هدف ایشون از نظر بنده نبود که این مسئله حل بشه، کما که تو مناظره هم میدیدید خیلی سریع میگه خب بریم سراغ چیز دیگه، باش اینا قبول کردم. بحث بنابر این بود که یه فضای رو به وجود بیاره و به اهل سنت آقا ما سمت شماهای ما. ببینید جالبه مثلا آیه کاشانی مناظری با ایشون در واقع داشت، توی اونجا یوی مثلا موضوع همین مدینه بود، در خونه که خونه مدینه در داشته یا نداشت، حالا آیه قرآن داریم که میگه مخارد خونه مردم میخواد بشید در بزنید اجازه بگید، خب حالا با اینش کار ندارم. یوهای اینجا میگه خب چجوری شجاعت امیرالمومنین و غیرت امیرالمومنین قبول میکنه که جلوی چشش همسرش بزنه؟ ببین یه شبهه دیگه، یعنی فضای رو به وجود آورد، یعنی زمین بازی رسانه‌ای رو اینجوری تعیین کرد برای اینکه پیش بره. حالا ماجرای دهباشی و نقشی که در انتخابات و اینا داره فراتر از اینا سوال به وقتش میپردازم. خب پس رأی لیبرال ها یک جامعه سکولار شد که گفتم به شرطی شرکت میکنه سر به تن نظام نباشه. دو اهل سنتن
که اینا متأثر از شخص جناب عبدالحمید هستن و مولوی عبدالحمید. من خاطرم از سیستان بلوچستان یه سخنرانی داشتم، راننده تاکسی بود، داشتم باش صحبت میکردم، بعد خیلی تعریف میکرد در رئیس جمهور قبلی که آقا اینجا خیلی زحمت کشیدن. بعد گفتم شما به کی رأی دادید؟ بعد دیدم در واقع به آقای موسوی رأی داده بودن. گفتم خب چطوره؟ گفت خب به ما از بالا دستور رسید که اینطور رأی بدیم، یعنی یه رأیه که دستوریه، فرمان داده میشه. خب طبعا همین امروز اوضاع کشور شما ببینید، اصلا اوضاع مناسبی نیست، نه اقتصادی نه فرهنگی نه اجتماعی، و تمام رأیایی که ما میدیم دنیا یقه ما رو خواهد گرفت. حالا من نمیدونم، اول در درجه اول به خودم میگم شیعه و سنی هم نداره، حتما برادران اهل سنت ما واقفن که اگر به اندازه یک مثقال یک ذره شما کار خیر انجام بدید نتیجهش رو اون دنیا میبینید، اگر بد انجام بدید شر انجام بدید ما نتیجهش رو خواهیم دید. آیه قرآن این منتها دیگه نمیدونم دیگه، بالاخره این فضا به این شکل وجود داره. جامعه سوم مردمن، یعنی اینکه پیپل رو بتونن جذب کنن. مردمن فقط با یک شرایطی جذب میشن، اونم چطوره؟ اونم این که مثلا استفاده از شرایطی که دو قطبی سازی بشه که مردم میگن، مثلا از سلبریتی ها استفاده میکنن. بالاخره سلبریتی ها مقبولیت دارن، همیشه هم دیدید دیگه سلبریتی ها عمدتاً اکثریتشون گرایش به همین جریان دارن، فوش هم میخورن اما بازم میرن به این سمت. چرا؟ چون توسط این جریان خوب بازی داده میشن و بالاخره اینا باید عقلشون رو کار بندازن دیگه، یه خورده اگه سیاست سر در بیاد حداقل هیچی نگن برن کنار بشینن. مثلا شما اگه خاطرتون باشه دفعه قبل یوی چند نفر به خانم مهناز افشار گیر دادن که چرا حجابت اینجوریه، بعد این کلیپش وایرال شد. گذشت همین چند وقت پیش بود یک نفر باز دیدیم دو تا خانم رفتن جلو در ماشین وایسادن به خانم باران کوثری دارن گیر میدن. دو تا دقیقاً دو تا سلبریتی هم انتخاب شدن که اینا سیاسی ان و تو انتخابات ها موثرن خب و نظر میدن. من خودم جای خانم باران کوثری باشم خودم میپرسم که چرا این موقع میان گیر میدن، چرا یوی دو نفر پیدا میشه؟ اینا از نظر من اینا بازیای طراحی شده امنیتی هاست برای مهندسی انتخابات. یعنی من نمیگم خانم باران کوثری بخشی از این نقش است، نه، بخشی از پازله، یعنی خودش هم خبر نداره یوی میاد دو نفر بهش گیر میدن. ایشون از خودش بپرسه، خیلی ساده است که در مجموع این که به ضرر جریان انقلابی این مدل رفتارها، برای چی پس دارن این کارا رو انجام میدن؟ نه، اینا هماهنگ شده است. مگه نبود که چند وقت پیش یه تجمعی برگزار شد که علیه شجریان، که حالا مثلا اسم خیابون این نباشون باشه، و وقتی یه خورده این رسانه ها پیگیری کردن اشخاصی در اون تصویر بودن که یه سری خانواده شهدا رو شورونده بودن آورده بودن تو پازل خودشون استفاده میکردن، که اینها از اقوام و نزدیکان افراد مؤثر در قتل های زنجیره‌ای بودن. یعنی دیگه ماجرای قتل های زنجیره‌ای و فسادشون که بر ما آشکاره. خب و چطور هنوز اینا به یک سری جریانات مذهبی نزدیک میشن، اینا رو تحریک میکنن، دو قطبی سازی میکنن؟ یوی من خاطرم هست انتخاب سال 92 بود، من تو سبلان با برادرم رفتم رای بدیم، یه مدرسه ای بود منطقه سبلان تهران، رفتیم رای بدیم. بعد خب همونجا مردم آروم داشتن با هم که صحبت هم میکردن توی صف، ما رای که دادیم تموم شد داشتیم برمیگشتیم، دو تا خانم بودن جلوی ما بودن، اونا هم بلند شدن، اونا تموم رایشون تموم شد اومدن بیرون. مسیر من تقریبا یکی بود، یکی از خیابونا داشتیم میمدیم، یکی از این دختر خانم جوونی بود، این برگشت پشت یه نمالا بقالی بود، قصابی بود، چی بود، یه مغازه بود، عکس های دکتر روحانی رو زده بود. یه خانمی کم نگاه کرد، برگشت به دوستش، یه حالت نسبتا بلندی به جیغ زد، وای فلانی من به آخوند رای دادم، روحانی آخونده؟ یعنی اصلا ایشون نمیگفت من تو نمیدونستی؟ گفت نه، اونم فلان کسک هم بهم زنگ زد گفت بودو اگه میخوای فلان نشه برو رای بده. خب یکی از این بحثا حقوق زنانه. الان اگه دقت بکنید توی سری از سریال ها مسئله خوانندگی زنان مطرحه. خب یعنی این سری حقوق زنان خیلی قشنگ میان جا میندازن، بعد اینو بهره انتخاباتی ازش میبرن. حالا مردم از گشنگی داره بهشون فشار میاد، فشار اقتصادی دارن، منتها چه اتفاقی افتاده؟ هیچی، حواسا رو فقط میبرن توی این دو قطبی سازی از این جنس. که من اینجا هم به برادران اهل سنت میگم، هم به سلبریتی ها میگم، میگم بابا دیگه اینقدر بازی نخور. یا مثلا دو قطبی فیلترینگ، آی میخوان نمیدونم اینستاگرام فیلتر کنن، آی نمیدونم کلاب هاوس رو میخوان فیلتر کنن، آی نمیدونم چیکار میخوان بکنن. شما با خودتون نمیگی چرا یوی قبل انتخابات یا کلاب هاوس انقدر میاد بالا؟ خب نه، همش برنامه ریزیه. برای چی؟ برای اینکه مردم رو در واقع، اون همیشه الان میگم یه لولو سازی اون طرف میکنن، مردم رو میترسونن و میکشونن به این طرف. یه بخش دیگه که تحریک میکنه در واقع به نفع جریان لیبرال رأی رو، حمایت کشورهای بیرونی و غربیه عمدتاً. خب
اینا رو من دستبندی میکنم خدمتتون میگم. ببین مثلا کمک های رسانه‌ای عمدش همینه. خب کمک بی‌شائبه بی بی سی در ماجرای لیست مجلس و خبرگان و شورای شهر دور قبل، بعد یادتون باشه دیگه بی بی سی تمام قد بنده به خدا اومده بود وسط و داشت زحمت میکشید و تبلیغات به شدت سلبی میکنن. آی مردم اگه اینا رای نیارن اون طرفی یا بیان این بلاها میخواد سرتون بیاد. اگه یادتون باشه آی رئیسی اومده آیت الله اعدام یاد شد، اگه بیاد نمیدونم حجابو برمیگردونه به دهه 60، همه چادر اجباری میشه، همه با چادر بزنن این بحثا، پیاده راه رو خدمت شما عرض کنم دیوار میکشن، حرفای از این دست، یا تحریک به مشارکت به نفع جریان خاص میکنن. یا یه مثال براتون بزنم، دفعه قبل یعنی انتخابات مجلس، خب چون سیاست گذاری دقت بفرمایید در امریکا تغییر کرده بود، یعنی گلوبالیست‌ها تو امریکا سر قدرت نبودن، ترامپ سر قدرت بود و هدف اونا کاهش مشارکت بود، دقیقاً می‌بینید که آقا اصلاح طلبان کمترین رأی ممکنو میارن، کاندیدا دارن، حتی بهزاد نبوی دقیقه 90 دیگه غروب شده بود، دستکش دستش کرد اومد توی انتخابات شرکت هم کرد که آقا یعنی تحریک کنه که جامعه رأی اصلاح طلبی، آخه دیگه اصلاح طلبی جامعه رأی براش باقی نمونده، تنها جامعه، چون ببینید یا یک سری جریانات دانشجویی بودن که اینا تعداد کمی ان، مردم هم به شرطی میان که دو قطبی سازی ها صورت بگیره، اون اصلاح طلبی به اون معنی که مثلا آگاه باشه به اندیشه های اصلاح طلبی خیلی کم رنگ شده در کشور ما، تعداد اینا کم شده، اکثر اینا دارن به سمت سکولار شدن میرن، یعنی ما دیگه این دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا حقیقتا دیگه در کشورمون نداریم، ما الان لیبرال و انقلابی، انقلابی و غیر انقلابی، یعنی اینطوری داره شکل میگیره، حتی من معتقدم اینم در حال کم رنگ شدن و امروز ما دو قطبی وطن دوست وطن فروش داریم، یه دیگه واقعا دیگه دارن یه کاره میکنن که مردم حس خیانت دست داده، میان آقا دارن خیانت صورت میگیره. خب دفعه قبل چون پومپئو در واقع جریان رسانه‌ای رو به دست گرفته بود و اون هم کاملا مشخصه، یک فردی است که تفکراتی وینجلیکال داره و کاملا ضد ایران، طرفدار اسرائیل، اینها نگاهشون برای اینه که کلا مشارکت بیاد پایین، خب و آبروی نظام بره، این فضا رو می‌خواستن به وجود بیارن. میشه گفت رسانه‌های غربی به شرطی تحریک میکنن انتخابات رو، تحریک میکنن مشارکت رو که مطمئن باشن و این به نفع جریانیه که غربگرا باشه و امتیازات بیشتری به اونها بده. خب مورد بعدی اثر مذاکراته، این خیلی مهمه، حالا من باید خود به وقتش هم شاید باز بکنم، حالا خود مختصر بگم. ببین ما هنوز صحبت‌های آیه ظریف با البرادعی رو به خاطر داریم، کلیپش هم شما می‌بینید. می‌بینید آیه ظریف رسما با آقای البرادعی میگه اگه مذاکرات جواب نده ما رأی نمیاریم. ما It's not a problem of confidence on their side, it's a problem of confidence on our side as well as confidence in our own sort of credibility at home. گره زدن انتخابات و مسائل داخلی کشورمون به خارج از کشور یکی از روش‌های رأی‌آوری جریان لیبراله. یا جلسه‌ای که در گفتگو با در CFR داشت آقای ظریف، رسماً باز نسبت به همین دفعه گفتش که اگر مذاکرات جواب نده باز مخالفین ما بدونید رأی میارن، بعد منو خانه نشین میکنن و نمیدونم قصه که حالا بقیه هم میخندن، خودشون هم میخندن. Now, if in spite of our efforts to be accommodating, we fail, then the Iranian people have an opportunity to respond to our failure in about a year's time, in about a year, about 16 months time when we have the next parliamentary election. Last time around, When we tried, we were accommodating to the international community in negotiating our nuclear deal. I'm talking about 2004 and 2005. And when our attempts at openness were rebuffed by the European Union, at that time people basically rewarded us for our failure by electing a different type of president to office in Iran, which went on for good 8 years and gave me early retirement. مورد بعدی نفوذیان نو تأثیر دارن، یه فردی رو یهویی تخریب میکنن، یه فردی رو بی خود در کسری از ثانیه به قولی میاد بالا، چهره میشه، ایجاد اختلاف میکنن بین رقبای لیبرال ها، نفوذیه بین نفوذی در انقلابیونن. خب پاس گل دادن های عجیب، یعنی شما مثلا میبینی قبل انتخابات یهویی مثلا یه نفر شروع میکنی سخنرانی کردن،
که عجیب غریبه به نفع کاملا اون طرف صورت میگیره، یه برخوردایی صورت میگیره که کاملا اثر انتخاباتی به نفع حریف داره، که حالا هر آدم عاقلی میدونه این کار نباید صورت بگیره، اما خب وقتی شک میگیره اینکه یک جریانهای نفوذی الزاما خود اون فرد یا طرف بزنه، میرن بیخ گوش مثلا یه سخنرانی یه سیاستمداری، انقدر بهش تحلیل میدن، انقدر اطلاعات اولیه بهش میدن، او رو تحریک میکنن به واکنش. خب من خودم جایی بودم که قبل از اینکه عزیزی بره پشت تریبون، من دیدم یه نفر اومد شروع کرد گفت آقا فلانی اینجوری کرد، فلانی اینجوری کرد، کلی تحریکش کرد، بعد دیدم ایشون هم رفت توی صحبتاش اشاره کرد به اون مسئله و من کاملا برام واضح بود که این حرفا به نفع جریان مقابل اینهاست. خب چرا دارین حرفا رو میزنه؟ خب این هست دیگه. نکته بعدی هم دامن زدن بسیاری از مطالباتی که مطالبات به حقی هم هستش، به قولی میگه زخم هست که مگس مینشینند، یعنی یه مشکلی هست. الان هم شما میبینید که دارن جریان بازنشستگان رو دارن تحریک میکنن، خب اینا تأثیرات میذاره که در مجموع این رأی رو هول میده به سمت جریان لیبرال. نکته بعدی که جامعه رأی محسوب میشه، مشاوره هایی که کمکات در واقع غربی هست، من عرض کردم، گفتم اینا یا کمک رسانه‌ای میکنن یا از مذاکرات استفاده میکنن، از نفوذیاشون دامن میزنن، دامن زدن به برخی از مطالبات. مورد بعدی هم مشاوره های تبلیغاتی و انتخاباتی اندیشگرهای غربیه. ببینید ما رصد کامل میشیم توسط اینا و اینا یه رصد کامل تحلیلی و دقیق دارن نسبت به جامعه رأی ایران، به اوضاع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی. اینا خوب از مزاق مردم خبر دارن، از مزه دهن مردم خبر دارن. این چطور ممکنه؟ به واسطه مطالعات دانشگاهیه، خب به واسطه مطالعات میدانیه، به واسطه مراکز نظرسنجی که اینا دارن، دسترسی کامل تقریبا 100% که به شبکه‌های اجتماعی دارن. خب ما کاملا داره دیتا ماینینگ صورت میگیره، ما بررسی میشیم و مزه دهن مردم ایران در اختیار اوناست. اونا میدونن که کاندیدای مثلا جریان غربگرا رو باید بهش بگن چی بگو که روی مردم ایران اثر بگذاره. خب حالا اینا مثالایی هم براتون میزنم. اینم نتیجه چیه؟ یه فهم متاسفانه قاصر مجموع امنیتی خودمون تو دسترسی به شبکه‌های اجتماعی. اینا فقط کافیه مثلا میگه ما به فلان شبکه اجتماعی دسترسی داشته باشیم، که آقا بدون بفهم این به این پیام داد. اینا اینا من به شما بگم که دسترسی هم دارن، فکر نکنید الان نمیدونم میره تو واتساپ پیام میده نمیدونم چی، نه اینا نیستش. دستگاه امنیتی ما اگه اراده بکنن دسترسی پیدا کنن، دسترسی پیدا میکنن، یعنی هیچ شکی نکنید. خب یا یه مثال مثلا همین الان گفتم که شبکه اجتماعی دسترسی هست، یا قبلا مثلا مردم با هم اس ام اس میدادن، فکر دسترسی نداشتن، اونجا یه سری جنگای رسانه‌ای درست میشه، آه نمیدونم تیک سوم میخوره، تیک چهارم میخوره، و آه کسای دیگه خبر داره، همین الان هم هستش. خب فکر نکنید در واقع نیست، نه بخوان میتونن دسترسی پیدا بکنن. نکته دیگه گره زدن اون شبکه‌های اجتماعی با اقتصاد دیگه، میگه آقا الان مثلا اگه اینستاگرام فیلتر بشه اقتصاد مردم خراب میشه، چون واقعا هم یه ره خورده، مردم دارن کسب و کار دارن توی در واقع این پلتفرم. خب یه شرایطی به وجود میارن که مردم ما باید توی این شبکه‌های اجتماعی باشن، به سمت شبکه‌های ملی هم که هیچ وقت نمیریم، یعنی جریان اراده کرده در کشور اتفاق نیفته. همین تبلیغاتی که عرض کردم، تبلیغات رو آی دسترسی عرض کردم، من دسترسی هست، خب دارن به یک سمتی میکشونن که آی شکل نگیره. چرا؟ چون نمیخوان این دسترسیشون غربی از دست بدن. به محض اینکه میخواد یه حرفی هم زده بشه، سریع شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌هاشون، کانال‌هاشون، پیج‌هاشون شروع می‌کنن عملیات روانی کردن. اینجا حرف زیاده، من صلاح هم نمی‌دونم رو بیشتر از این نکاتی رو بگم، فقط در عمومیت بگم که مردم خیلی جاها مثلا فکر می‌کنن آها دارن یه پلتفرم خارجی رو استفاده می‌کنن خبره. مورد هستش که طرف فکر می‌کنه پلتفرم خارجی داره استفاده می‌کنه، اما داره پلتفرم ایرانی استفاده می‌کنه. نمی‌دونه. خب اما حالا می‌گذرم. یکی هم این مراکز دانشگاهی رو میخوام عرض کنم و اندیشه کرد و یه خود اینو باز بکنم. یک موردش دانشگاه سوازه. ببینید دانشگاه سواز زیر نظر دانشگاه لندن، یک کالج دیگه با پشتیبانی مستقیم راکفلرها تأسیس و گسترش داده شد. یه خانوادگان راکفلر معلومه کیه؟ صهیونیست به معنی واقعی کلمه. 1916. اهمیت دانشگاه برای MI6، سازمان پرورش جاسوس و ایجاد یه عقبه مطالعاتی برای اداره مستعمره هاست. شما سردر این دانشگاه رو که میری نگاه میکنی، این طرفش یه دونه فیله، این طرفش هم یه دونه شتره. میگه از فیل هندوستان تا شتر آفریقا مستعمر انگلیس بوده. ما چطور این مستعمرهامونو مدیریت کنیم؟ باید کار مطالعاتی روش انجام بشه، کار علمی انجام بشه، با پوشش خیلی خدمت شما عرض کنم علمی هم میان وسط، ممکنه با دانشگاه فردوسی مشهد با جامعه المصطفى قرارداد کاری امضا میکنن. خب با
پروژه میگیرن پروژه میدن. اما خب میخوام بگم یه عقبه امنیتی لو رفته داره، یعنی همه واقفن بر این، اسنادش پخش شده، خود کار به یه جایی رسید انقدر دیگه آشور شد که MI6 در از طریق دانشگاه سوباز آگهی استخدام جاسوس و همکار برای MI6 داد. یعنی خب میگم لو رفته است، چیز جدیدی هم نیستش. مثلا خروجه عجیب غریبی هم داشته دانشگاه سوباز، مثلا اینکه احسان یارشاطر که دانشنامه ایرانیکا زیر نظر او داشت نوشته میشد که حالا مرد از یهودیان بهایی شده کاشان، یعنی آقا این نفر میخواد آقا ایرانو بشناسه توسط این دانشنامه باید بشناسه، این توسط یکی از خروجی های دانشگاه سوباز داشت کار میشد و هیئتی که زیر نظر او کار میکردن همه افرادی که مشخصه به کجا وصلن. خب یه مثال برای شما بزنم، کابوس سید امامی جاسوس محیط زیستی که خودکشی کرد در زندان، ایشون استاد دانشگاه امام صادق. حالا بحثمون کابوس سید امامی نیستش و مفصل حرف در مورد ایشون. ایشون تحقیق انجام داده راجع به چی؟ الگوی رأی مردم تهران. مردم تهران چی میشه بگیرن؟ الگوی رأی مردم خوی یوی آذربایجان، بعدی کازرون استان فارس. چی میشه که مردم به یک نفر میان رأی بدن که میاد دانشجوار میذاره با پول دانشگاه امام صادق کار در میومد، تحویل بریتانیا داده میشد، تحویل دستگاه امنیتی غربی داده میشد. 3 تا 5 آگوست 2006 همایش دو سالانه که تو تمام زمینه های ایران شناسی در دانشگاه سوباز برگزار میشه، 3 تا 5 آگوست 2006 شرکت میکنه. ایشون سخنرانیش اینه که Why did they vote for him؟ چی شد اینا به او رای دادن؟ مردم به او رای دادن. او کیه؟ The subjective meaning of voting for Mr. احمدی نژاد. چی شد که مردم ایران به احمدی نژاد رای دادن؟ یعنی بلافاصله بعد انتخابات رفته که اونجا توضیح بده. این یه استاد دانشگاه است، پایان نامه کار کرده، توی ایران داره زندگی میکنه، ایرانیه، نتایج تحقیقات در اختیار انگلیسی ها قرار میگیره. کجا؟ دانشگاه سوباز. خب قرار میگیره که تو دانشگاه سوباز خوب آنالیز بشه چی شد اینا رأی آوردن. خب این ارکانش مؤلفه‌هاش شناسایی بشه، ما دفعه بعد خواستیم اگه فردی مد نظر خود ما رأی بیاره چی کار باید بکنیم. خب جالب ببینید تو همین کنفرانس هم آیه آشنا مشاور امنیتی رسانه‌ای آیه دکتر روحانی هم حضور داره و سخنرانی هم داره، من سخنرانش هم هستش. این جدیدم نیست، ما قبلا هم داشتیم آقای سیامک نمازی سخنرانی میکنه در کنگره آمریکاست و پیشبینی دقیق از مجلس ششم توسط شرکت خودش، شرکت آتیه پرداز بهار یا همچین چیزی. خب کاملا میگه ما بررسی کردیم اینطور میشه، یعنی خب اون شرکت هم کارش چی بود؟ خدمات پیامکی بود، خدمات تلفنی، بعد وارد هم با برنامه 90 قرارداد داشت با خیلی جاها. خب یعنی انبوه پیامکی ها آنالیز صورت میگرفته. خب الان هم ایشون که میدونی در زندانه به عنوان جاسوس دستگیر شده، امریکایی هم به شدت به دنبال مبادلش هستن. To keep this short and spare you with my analysis of the breakdown of the new majlis and how it went. Judging from the patterns of votes in the first round, which was very telling, and the patterns are what you're being spared of, we could guess the ultimate results of the elections with a fair amount of accuracy at this point. Atiya Bahar, my company, predicts the following breakdown of the majlis. 190 seats we expect to be given to the reform camp, 50 seats to the conservatives, and the remaining 50 seats to the independent and local figures. Let's move along. What else do we know about this majlis which will help us predict their behavior? Well, only 27% of the fifth majlis parliamentarians are going to be in the new majlis. In other words, close to two-thirds of the majlis's new faces we've flushed out. The old guys. This is a very good indication of just how unpopular the conservative forces in Iran have become. We can only expect that the Islamic Republic of Iran will continue to grow to underline its republican aspects as time goes on. The question is, however, what kind of laws will the six majlis focus on after it takes over parliament this June? Many analysts believe that the new majlis will concentrate on domestic politics, particularly cultural issues. This could include easing requirements for the formation of political parties. That's a very important one.
revision of the press law, legalizing satellite dishes, reviewing the election laws, or even to attempt to change legislative structure, particularly to reduce the powers of the Guardian Council. خب حالا یه نکته جالب به شما بگم. همینا که کوتاه عرض کردم، نمیخوام زیاد سرتون در بیارم. خب مشاور تبلیغاتی و سازنده مستند آقای روحانی کیه؟ آقای حسین دهباشی. ایشون چه کمکایی کرده؟ مستند تبلیغاتیشو ساخت. ایشون کسی است که با آقای روحانی گفت بگو هم کاری میکنم هم چرخ سانتریفیوژا به چرخ هم چرخ زندگی مردم. ایشون اینو این کلیدی این جمله. ایشون بود که با آقای روحانی گفت بگو من سردار نیستم، من حقوقدارم. که آقای روحانی سرسده بگه من سردار نیستم، یه درجه اومده بود پایین‌تر. گفت من سرهنگ نیستم، من حقوقدارم. این جملات مؤثر که در واقع تأثیر میذاره روی ذهن مخاطب توسط ایشون گفته شده بود. خب و خودشون هم میگن، صحبتشون هست، میگن آقا من کمک‌کاری کردم. متن‌های سخنرانی که برای روحانی نوشتم یا اون کلیدواژه‌هایی که طراحی کردم، جملاتی که طراحی کردم، جمله طراحی شده که ما می‌خواستیم این به هر صورت یک جای گفته باشه. چرخ سانتریفیوژ باید بچرخه، اما زندگی مردم هم باید بچرخه. خود 27 تا جمله در واقع طراحی شده بود. شما اینو می‌دونستم. دو چند تا دیگه. عبارتی که آقای روحانی تصحیحش کردن به زبان خودشون. من سردار نیستم، سرهنگ نیستم. ایشون تصحیحش کردن. مال شما این بود. بله، من سردار نیستم، من وکیلم. ایشون تبدیلش کردن به اینکه من سرهنگ نیستم و حقوقدانم. یعنی اینا یه سری کلیدواژه‌ها و گزاره‌هایی بود که تعریف شده بود که تو جاهای مختلف هر جا فضاش پیش اومد استفاده شد. من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم. سانتریفیوژ خیلی خوبه به چرخه، به شرط این که زندگی مردم هم به چرخه، کارخونه های دیگر هم به چرخه، صنعت هم به چرخه. در مقابل آقای آبدینی وقتی که ایشون قرار گرفتن، بنای ما بر این بودش که هر چه آقای آبدینی میگه رها کن، حمله کن به تلویزیون. یعنی تو گوشت میگن فلان. آره، حمله در تلویزیون و همون عبارتی توی گوشت میگن جواب میداد. این عمل بی سواد از شما که همدلبر تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست. قاعدتا خود شما بلدی، تصحیح کن. من البته پیشنهاد کرده بودم که آقای روحانی خودشون رانندگی بکنن و ما بشینیم بغل دستشون این حرفا. آره کلا مخالف بود. من نتونستم متقاعد کنم این انبوه مخالفین رو که استدلال کنم براشون، لازم که خیلی هم خسته بودم. از آقای دکتر روحانی خواهش کردم که من با شما میخوام چند دقیقه در خلوت صحبت کنم تنهایی. رفتیم داخل خونه، حالا به تعبیر رفتیم داخل خونه و در واقع از داخل حیاط پشت در پارکینگ، همه صحنه چرا چشمم هست، پشت در پارکینگ شما بفرمایید. گفتم که ببین آقای دکتر، هم من هم شما میدونیم که شما رأی نمیارید، از طرف دیگه هم دوستان نظرشون اینه که مخالف هستن. منم خیلی خسته هستم، قرار نبود دو تا فیلم ساخته بشه، الان به نظرم ایده دیگری نمیرسه. اگر شما فکر میکنید که ایده نمیپسندید، اشکال نداره، من که از شما پول نگرفتم، که شما که از فیلم قبلیم راضی بودین. از همینجا از اون خدافظی میکنم، میرم خونه ها میخوابم. آقای روحانی تعاملی کرد یک ثانیه، گفتش که باشه، منتها من پشت فرمون نمیشینم، سال هاست که نشستم. گفتم خب اینجا من کوتاه اومدم، شما این طرف بشین. بعد گفتم خیلی خب بریم. وقتی اومدیم همه در واقع شگفت زده شدن که چی شد آقای روحانی خلاف نظر صحبت میکنه. شاید ناشی از چی بود؟ ناچاری بود. تو فیلم دومیش اینجا تو ماشینم بودن، اتفاقا گفتن که من چهره مردم رو هر روز که میرم سر کار رو میام، چهره مردم رو نگاه میکنم و میبینم خنده تو چهرهشون نیست و فلان و اینها. یعنی حرفاشون جدی بود واقعا، یعنی خودشون هم همچین نگاه هایی به مردم و شناخت مردم و تحلیل و اینجور چیزا داشتن. حالا اینکه صحبتشون چقدر جدی بود یا چقدر این کارو میکنن یا نه، خب من که همراهشون نیستم، اما جمله‌ای که ایشون گفتن که در پاسخ من که شما چه میکنید طراحی شده بود. شما چی گفتید؟ من گفتم که این هر شما که مثل مردم عادی نیستین که برید نون بخرید. این حرفا، آره ما فکر می‌کنیم انتظاری این حرفا. خب ما از ایشون خواسته بودیم که بعد از یک مکس که ناشیات جا خوردن هست این جمله رو بگه. این جمله هم شما بهشون گفته بودین؟ بله، طرح شده بود. ببینید من کاری موقع فکر می‌کنم این صحبتایی که کاندیداها می‌کنه یه خورده انتظاریه، اونا شنیدن، خودشون که احساس نکردن. سمت سر کارم میرم و برمیگردم،
در طول سالیان دراز کارم اینه، رو چهره مردم مطالعه میکنم، نگاه میکنم ببینم که چهره چقدر عبوسه، چقدر گرفته، خنده نیست. خب ایشون کجا درس خونده؟ دانشگاه سواز. حالا جالبه، حالا که همون دانشگاه هم دوباره درس خونده. آیه پیمان ملاوردی، یکی از دبیرای باشگاه خبرنگاران جوان، چند وقت پیش توییت زد که آیه دهباشین ماجرای محاکمه‌ای که شکایتی از شما شده، محاکمه‌ای که در امریکا شدید چیه؟ ایشون که اسنادش هم ببینید اونجا شفافیت قضایی وجود داره، بعد از این پرونده‌ها عمومی میشه که البته برخی از پرونده‌ها برای وکلا قابل دسترسی که حالا منم به دست آوردم. شکایت کیفری دادگاه منطقه مریلند 25 ماه می 2010 شماره پرونده 101-899-PWG. گزارش مأمور ویژه اداره مهاجرت و گمرک های حسین دهباشی با اطلاع قبلی اقدام به جعل مدرک حاوی امضای که از مقامات عالی سازمان ملل کرده بود. تو همین گزارش پلیس بعدم میاد که به 10 سال حبس و $250,000 هم جریمه نقدی، در واقع این چیزشه که با ایشون خدمت شما عرض کنم مذاکره میکنن. و جالب توی گزارش پلیس اومده که حالا هستش اینجوری، گزارش پلیس اومده که ما وقتی کامپیوترشون رو بردیم دیدیم علاوه بر این مدارکی که حالا برای ما آمریکایی‌ها مهمه، یه سری نامه‌ای هست مال ایرانه، اونا هم جعل شده. حالا آمریکا میگفته چون مال ایرانه به من ربطی نداره، خب من همین بخش خودم رو پیگیری میکنم که ایشون رو در واقع دیپورت میکنن، برش میگردونن و خدمت شما عرض بکنم. یعنی توییت زد و ایشون هم در پاسخ، تو پاسخ توییت ایشون یه گفت من چند روزی از توییتر میرم انشالله، یه مدت نباشیم. خب جواب بده برادر من، کجا میریم؟ این ماجرا چی بوده؟ چی رو جعل کرده بودی؟ خب خلاصه بعد میبینه همین آیه دهباشی به یک بار جریان اهل سنت رو دوباره تحریک میکنه. آقا کی گفته خونای منه؟ کارهای دیگه هم ایشون کرده که بر من واقعا، من ایشون توی اربعین دیدم، حتی بچه‌هاشون رو آوردن تو موکب نشستیم با هم صحبت کردیم، دو ساعتی با هم خدمتشون بودیم. من پدرکشتگی با هیچ کس ندارم، اونتا وقتی دیدم ایشون عجب ماجرای حسین فهمیده رو زد، هواپیمای ایرباس رو زد، یعنی اون چیزایی که برای مردم ما مهم بود جا افتاد. سر ماجرای کرونا علت بیماری رو منتسب کرد به یه سری از در واقع روحانیون و علما که آقا این امام و سران نذاشتن جاده بسته بشه، در حالی که بعدها فهمیدش اصلا ویروس از قم شروع نشده، به شهرهای دیگه بوده. و خب یه سری فضاهای این شکلی که حالا به ما هم خیلی توهین میکنن. خلاصه یکی از این بلایایی که سر مردم ما اومده مسبب همین آیه دهباشی سواز درس خونده است که خوب فنون تبلیغاتی رو بلد بود، در واقع به خدمت آیه روحانی آمد و با همین مشاوره ها باعث شد که آیه دکتر روحانی، آیه روحانی گلاسکو درس خونده، در واقع رأی بیارن. خب دو تا سناریو داریم از حالا من به عنوان نقطه پایانی عرضم بگم برای رأی در انتخابات. یه سناریو مشارکت بالاست که دو قطبی شکل میگیره، دو قطبی مذاکره معیشت و مردم مشارکت بالا خواهند داشت. یعنی چی آقا مجلس مشارکت باید بوده؟ نه، مردم تحریک میشن. چطور؟ چه اتفاقی میفته؟ اینا عرض میکنم براتون. ببینید توی این فضا من که اول اینو بگم یه نکته باید باز بکنم خوب. ببینید سال هاست دارم این نکته رو عرض میکنم، جریان گلوبالیست در امریکا اصلا اینجوری القا کرد، برنامه ریخ، کار رسانه‌ای کرد، ایجاد ادراک کرد، جنگ شناختی به وجود آورد، ذهن مردم آماده کرد که یک سیاه پوست رئیس جمهور میشه و بعدش یک زن. خب و با اینکه خانم ایلاری کلینتون رأی بیشتری هم آورد، 3.5 میلیون اشتباه نکنم رأیش بیشتر از ترامپ بود، منتها به خاطر همین سیستم تخیلی کالج الکترال ها ترامپ رئیس جمهور شد و ترامپ یک دوره شد، یعنی دیگه اجازه ندادن، نادر هم هست دیگه، کم پیش اومده تو آمریکا که تک دوره بشه رئیس جمهور. خب چون مسلط همه چی در اختیارش. اما دیدید رسانه ها چیکار کردن؟ رسانه گلوبالیست CNN دیدید چیکار کرد با ترامپ، چه بلایی سر ترامپ آوردن. هنوزم طرفدار ترامپ مدعی تقلب و این قصه‌ای که حالا خودتون مستحضرید. و الان آقای بایدن اومدن، بایدن هم برای بدونی که خیلی نقش مهمی ایفا نخواهد کرد و همین خانم کاملا هریس احتمالاً در واقع انگار رئیس جمهور اصلی اوه، او باید نقش ایفا بکنه. چه اتفاق افتاده بر مردم؟ میگن ببینید ترامپ یه اتفاق اشتباه بود، یه 4 سال همه چیو عقب انداخت، اصلا قرار نبود این باشه. ما با اوباما یه گلوبالیست دموکرات مذاکره داشته میکردیم، یه مشکلی پیش اومد به اسم ترامپ، ترامپ الان میره پی کارش، دوباره این اومدن برجام پس به مشکل نخورده، یه دیوانه‌ای بود این وسط برجام به مشکل خوروند، اینم رفته پی کارش. اینا انتظار داشتن بلافاصله بایدن برگرده به مذاکرات، بلافاصله
ببینید بایدن براش کاری نداره بازگشت به برجام. یک جمله است، به همان سرعت که مذاکرات پاریس برگشت، روزی که آقای بایدن به ریاست جمهوری آمریکا رسید به یک روز نذاشت بکشه بازگشت به معاهده پاریسو. اما برجام متوقف. عجب امتیازات خوبی اینا دادن، یعنی وسوسه برانگیز برای امریکایی‌ها که بین این که حلقوم ایرانو گرفتن به یک سری آدم عجیب غریب، من نمیخوام لفظ دیگه استفاده کنم، دار و ندار تو برجام دادن، هیچی هم نگرفتن، روز به روز تحریم هم بیشتر شده. میگه خب چرا من از این استفاده نکنم؟ منتها عرض کردم اینجا الان گلوبالیستا باید این فکر دارن میکنن که ما دوباره تقویت بکنیم این جریان، کمک کنیم رای بیارن، یا نه همین فشارها رو اینا واقعا مرددن که به کدوم سمت دارن. اگر تصمیم بر تقویت اینا باشه هیچی، خیلی ساده، یهویی آمریکا اعلام میکنه ما مثلا ما به برجام برگشتیم، چند تا از این تحریمای الکی ملکی هم برمی‌دارن، و نتیجه هم مذاکرات همین الان داره انجام میشه دیگه، داره حرفاش هم آقای عراقچی اونجاست. خب این یهویی میان میگن که آقا ما به برجام برگشتیم و خرجش 300 میلیون دلار پوله، 2300 میلیون دلار پول میریزن تو بازار، تو همین سبز میدون و میدون فردوسی و شروع میکنن دلار فروختن. خب کانالای تلگرامی هم که داره، کانالای تلگرامی ناماشنایی که شما هم میشناسید و اینا همشون تو سیستم علی روانی آقایون هستن، یهویی شروع میکنن آه دلار شکست اومد پایین، بقیه این پول کی تزریق میکنن؟ مردم بدبخت بیچاره که رفتن برای حفظ سرمایه‌شون دلار خریدن. اینا حالا مثلا چه میدونم 1000 دلار داره، 2000 دلار داره، هر چقدر پول دارن، خب میریزن شروع میکنن تو بازار فروختن. این اتفاق یه بار افتاده عزیزان من، دفعه قبل یادتونه دلار تا 20 تومن رفت، از اسفند 96 شروع شد دیگه، تا شهریور اشتباه نکنم، حالا چکی بکنید دیگه تو اینترنت هست، تا شهریور رفت بالا تا 19 و خورده ای هم تا نزدیک 20 تومن رفت، بعد به یک بار شکوندنش. وقتی شکوندنش تا چند اومد پایین؟ دلار مشهد من یادمه تا 9 تومن هم میدادن، تا 9 خورده ای هم دلار مشهد چون ارزون تره 9 خورده آوردن پایین، مردم بدبخت بیچاره این وسط متضرر شدن، دوره هم کاری که دارن تو بورس میکنن، درآمدی که از بورس داشتن. با این کار میگن ببینید آقا مذاکرات جواب داد، دلار ارزونی قبل انتخابات درست شد. اگر عرض کردم طرف امریکایی به این نتیجه برسه، خب این خیلی بعد شما سرنوشت مملکتی رو گره بزنی به دست دشمنی که خونیه با شما، هیچ رحمی بهت نمیکنه. کدوم آدم عاقلی؟ اینا شدن ستاد انتخاباتی بایدن در ایران. برید یه بار دیگه زمان مناظره انتخاباتی ترامپ بایدن رو نگاه بکنید، ببینید رسانه‌ها اینجا چیکار می‌کردن، چه تیترای روزنامه‌های غرب‌گرا و لیبرال در کشورمون رفتن. خب و چی میشه؟ قیمت دلار میاد پایین. خب قیمت دلار تاثیرات مثلا رو قیمت خودرو داره، یه خورده مردم احساس می‌کنه انتخابات رو رد می‌کنن دوباره میره بالا. خب یعنی دوباره فریب مردم، اینو یه روشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ دو قطبیه، مذاکره، معیشت. مردم اینا میخوان معیشت شما رو خراب کنن. کیا؟ کاندیداهای حالا انقلابیونه مثلا، هر کس. خب اینا نگاه کن، اینا دوباره میخوان بیان خرخره شما رو بگیرن، آی مردم دوباره حجاب رو میخوان فلان کنن، دوباره بیان فیلترینگ رو دارن انجام میدن، نمیدونم وزیر ارتباطات قش و ضعف، وزیر امور خارجه قش و ضعف، از این قصه ها درست میکنن. مردم میگن باز دوباره لولو نمایت هست اونا نشه، دوباره میام رای میدن. خب ایجاد دو قطبیای مذاکره معیشت که عرض کردم، ایجاد دو قطبی فیلترینگ که مثال زدم براتون، لولو سازی از طرف مقابل، آه خطر جنگه، یا ایجاد احساس تکلیف در برخی از آقایان اصولگرا، چون اینا یه حس احساس تکلیفی دارن. یهویی الان دیدید دیگه، الان 20 نفر تو بین این اصولگرایان احساس تکلیف کردن که بیان برای انتخابات. خب همشون هم میان یهویی شب برای اینا وحی میشه، من نمیدونم چطوره. خب یهویی میان دیگه برای انتخابات، و جالبم این است که احساس نمیکنن که چرا هم این احساس تکلیف کرده، هم ایکس احساس تکلیف کرده، هم ایگرگ، هم زد. خب همتون با هم دیگه احساس بشین، با هم دیگه بشینید بگید آقا ما با هم دیگه کمک میکنیم، میام اگه اومدیم تو وزیر اقتصاد باش، تو وزیر کشور باش و کار پیش ببریم. خب اصلا کی شد ایجاد دو قطبی مذاکره معیشت، ایجاد بعدی ایجاد دو قطبی فیلترینگ، نمیدونم همین قصه ها که آقا کلاب هاوس میخوان ببندن، اینستاگرام ببندن، میخوان برخورد کنن و فلان. بعد اینا استاد شوروندن این مثلا، شما مثلا تو هم کلاب هاوس میبینید مثلا خبرنگارای جریان لیبرال دارن تطهیر میکنن. خب آقا اینطور نبوده تو مذاکره، آقا مشخصه 8 سالی پرونده مذاکره رو پیش گرفتید، خواستید پیش ببرید، گند زدید توش رفت دیگه، خرابکاری کردید. این روزگار مردمه، بلای سر کشور آوردید که از اقتصاد 18ام کشور در عرض 4 5 سال سقوط کرد، رفته شده رتبه 20 خوب 26 ام 27 ام چقدر. خب این فضا رو کی به وجود آورده؟ آقا شما همه چی هم رفتید. و اینم نیست شما فکر کنید مثلا اینا فقط با امریکا نتونستن مذاکره، رابطه ما با کشورهای همسایه‌مون در بدترین حالت ممکن. خب با کشورهای عربی ما دیگه تو مرز جنگ با عربستانم رفتیم دیگه، دیگه چه اتفاقی می افتاد؟
با کدوم کشور ما ارتباط گرفتیم؟ ما چند تا رایزن اقتصادی داریم؟ شما این قصه معاهده 25 ساله چین رو نگاه نکنید. تا قبلش چینی ها شکار بودن از دست ما، عصبی بودن از دست ما، گفتن شما هر دفعه کارتون گیر میکنه میاد پیش ما، تا غربی ها بهتون یه چراغ سبز نشون میدن ول میکنید. شرکت هایی که شرکت چینی که آقای زنگنه حوزه نفت اینا رو انداخت بیرون، با پاکستان چیکار کردیم؟ خط لوله گاز رو بردیم کشیدیم تا اونجا. عرض کردم توی جلسه قبلی، پاکستانی میگن آقا بیاید این طرف هم بسازید، رو پول نفت حساب کنید. مادر میگن پاکستانی ها بدبخت بیچارن فقیرن پول ندارن، پول روی پول گازتون حساب کنید. یعنی با افغانستان چطور داریم تا میکنم کار کردیم؟ مثلا رئیس جمهور افغانستان داریم میگه آقا ما آب رو بر شما میبندیم و یا پول نفت میدید آب میخواید. ببین یعنی شما تو همین دور خودمون که یه حوزه در واقع قدیمی نفوذ ایران بوده، با همسایه‌اش روابط خوبی داشته، این بر سر جمهور آذربایجان بدترین تصمیمات سر جنگ قره‌باغ گرفته شد. خب باز دوباره شما میبینید همین تو، یعنی یک جا یک مورد موفقی که به من نشون بده، هیچ موردی نیست، هیچ جا نیستش. بعد این جریان دارن تطهیر میکنن، میکشونن تو شبکه‌های اجتماعی. چرا بردن به سمت کلاب هاوس؟ برای اینکه تو توییتر دیدن هیچ کاری نمیتونن بکنن. تو توییتر کاملا هر دفعه میمدن حرف میزدن میدن نه خیر آقا، یه جریان شک گرفته میاد تو دهنی درست به اینا میزنه، منطقی، معقول، مؤدبانه و علمی جوابش نمیده. گفتن اینجا که نمیتونیم، پاشیم بریم اون طرف یه جریانی درست کنن، چون ابتدا هم خودمون بریم همه رومارو به دست بگیریم، مدیریتشو به دست بگیریم، هر کی خواست بیاریم بالا، هر کی خواست بکشیم پایین و این فضا رو درست بکنه. مورد دیگه هم لولوسازی که اینا انجام میدن، حالا اسم دیگه هم نمیتونیم انجام شه. یعنی چی؟ یعنی که میان خطر جنگ به وجود. ببین اگر ما نباشیم اینا با آمریکا میخوان وارد جنگ شن. ببینید با اسرائیل میخوان برن بجنگن. یعنی یه سری مردم تا با مردم خودشون میگن حالا گشنگی بکشیم لااقل جنگ نشه، جونمون در امان باشه. خب این روش های تحریک مردم به نفع خودشونو برای انتخابات. و یه سری آدم دارن اینا در بین احساس تکلیفیون، اینا که یه سری آقایون اصولگرا هستن که دم انتخابات احساس تکلیف میکنن، کافی 20 نفر برن دورشون میگن آقا شما باید بیاید الان ایران، فقط شما میتونید نجات بدید. اینا خودشون در قامت منجی میدن. الانم داریم میبینیم 20 نفر از این اصولگرا همشون حس احساس تکلیف درشون جنبیده و احساس تکلیف میکنن که بیان کمک بکنن. الانم فقط منجی ایران همینان و تعجب میکنه. خب بشینید با هم دیگه اصلا یه کابینه ببندید، بگید آقا تو وزیر نفت و وزیر اقتصاد و وزیر فلان، تو معاون اول، با هم دیگه بیم. ما این باری نیست یه نفر بتونه به دوش بکشه، بیم هممون با هم دیگه. من جلسات متعدد خدمت برخی از این عزیزان رسیدم، یا عمدتاً ما در همین مؤسسه خدمتشون بودیم، عرض میکردم میگفتم آقا بشینید دور هم دیگه و با هم به صورت یه گروه بیاید، بگید آقا یکی از ما یا رئیس جمهور میشه، هر کدوم شما مردم انتخاب کردید. خب اما اگه اونی که انتخاب کردید بدونید مردم او میخواد فلانی رو بذاره وزیر نفت، چه میدونم بالاخره مثلا چه میدونم یه آقای ایکس یا حالت ایدا در واقع ماکسیمم داره که رئیس جمهور بشه، یا حتی رئیس جمهور نشه، خب میتونه مثلا وزیر اقتصاد باشه، وزیر نفت باشه، وزیر سمت باشه، یه سمت دیگه داشته باشه دیگه. خب یه کمک دیگه معاون اقتصادی بشه که بقا همه هم با هم میخوام بیام کمک کنم. اما الان نه، بالاخره نفسم بی اثر نیستش دیگه، همه فکر میکنن بهترین فرصه مجلسو میبینن، همه مجلس انتخاب مجلس دارن، این حسرشون به وجود اومده که میتونه. نکته دیگه هم که الگو مشارکت بالا رو رقم میزنه شرط ویژه است. شرط ویژه یعنی چی؟ یعنی که مثلا تایید صلاحیت افراد خاص تو انتخابات، مثلا چه میدونم کسی مثل احمدی نژاد تایید صلاحیت بشه، اون طرف میدونم یه فرد دیگه از تو اصلاح طلبا که چهره تندیه مثلا بیاد و یه دو قطبی کاملی شکل بگیره و مشارکت بره بالا، یا مثلا بیان بگن آقا چه میدونم والله بنده خدا میگم بیان بیان آقا واکسن میخواهید بیاد تو انتخابات شرکت کن، اونا که انگوششون جوهریه رو بهشون واکسن میزنیم، خب مردم بلندش هم بیان. اون موقع فکر کنم آرای سفید آرای باطله از برخی از کاندیدا بیشتر بشه. یه الگوی هم الگوی مشارکت پایینه که توی اینجا ما معمولا یکی دو تا صندلی پرکن داریم تو چیز انتخابات، دو نفر نخودی داریم، اینا میشینن عزیزان که صندلی پرکنن که بالاخره انتخاب باشه دیگه، دو تا از این طرف و دو تا از اون طرف میشینن با هم دیگه بحث میکنن و مردم هم انتخاب میکنن. خب تو این حالت هم اینجا بعد ببین آقا مثلا بین جریان انقلابی چه اتفاقی میفته. یه حالتی هست که اینا به اجماع جبری میرسن. اجماع جبری که اینکه آقای رئیسی بیاد، اینا همشون قبول دارن اگه آقای رئیسی بیاد ما همون میریم کنار. اما یه حالتی هم هستش که حالت اختیاریه، یعنی اینکه یه شورای تشکیل بدن مثل شانا و نمیدونم شورای ائتلاف و جمنا از این قصه ها که آقا بگن فلان کس مثلا. من خیلی دوست ندارم نظر شخصی خودمو اعمال کنم، تو الانم شما میتونید 10-12 سالی که حالا دارم صحبت میکنم برای مردم و
خدمتشون هستم، تا الان هیچ وقت هیچ کاندیدای حمایت مستقیم نکردم. خب حتی تو مجلس هم اگه خاطرتون باشه من هیچ وقت عزیزان اومدن امضا کردن لیستو گفتن من امضا نکردم، فقط صبح انتخابات یه صوتی در واقع پخش کردم که گفتم بدونید اگر میخواد یه لیست کامل رای بیاره به کلش رای بدید، به میزانی که شما تغییر بدید ممکنه لیست رقیب رای بیاره. و تا روز قبلش هم با مرکز نظرسنجی دانشگاه تهران در ارتباط بودم، اینکه آقا شما دارید نظرسنجی میکنید آیا رأی چه جوریه، و نظر همین دوستان هم همین بود. یعنی من کاملا مبتنی بر در واقع فکت و نظر علمی داشتم میکنم. بعد منتها مشارکت تو اصلاح در واقع رأی به اصلاح طلبها به شدت پایین بود و دیدیم فاصله زیاده، دیدیم 60,000 تا 70,000 تا سرلیس اون طرف، خب سرلیس اصولگرای غالیباف هم رأی بالایی داشت. خب من خودم میخوام بگم هیچ وقت من معتقدم باید مبانی رو ترک کرد، خیلی وارد مصداق نشد. خب الا اینکه واقعا من احساس کنم که دیگه یه فاجعه ای در رقم. سال 92 دیداری دارن مجموعه فرهنگی با رهبر انقلاب، ایشون تو اونجا میگن که یه ما به انتخابات مونده، یه وقت نرید این ظرفیت مجموعه فرهنگی رو هزینه مسائل زودگذر کنید، یعنی انتخابات. یعنی خب من هم همین نگاهو دارم، الا اینکه یه جا احساس کنم نه اینجا دیگه آبروی شما اینجا کشور بعد مطرحه. این بحثایی که توی شبکه‌های اجتماعی ستاد انتخاباتی این آقایون را میندازن، این شما رو دوچار اشتباه نکنه. اینا واقعا عرض کردم دفعه قبل برخی از این اکانت‌ها و پیج‌ها خریداری شده، من مطلعم حتی میدونم کدوماست. خب سراغ خود ماها اومدن خیلی با من رایزنی کردن، از من خواستن که مثلا گفتم آقا اون شبکه مردمیت و مخاطبانتون رو بهشون بگو. گفتم من هیچ وقت خودم اجازه نمیدم به مخاطبم دست، مگه ما اینجا مثلا نمیدونم ارتش از بالا فرمان بدیم؟ اینطور نیست، مردم آگاه هن، مردم خودشون باید انتخاب کنن. من کلیاتو میگم، خب هیچ وقت هم نگاه همین نبوده و هر کسی هم به مسئولیت برسه تا جایی که بتونه، همینجوری که با دولت آقای روحانی هم ما کمک کردیم خیلی جاها، خب به هر دولتی هم که دولتی که مردمی رو مشتری دادن ما کمک میکنه. نقدم داریم، اگر میبینید نقدم به دولت های روحانی بیشتر از دولت قبل بوده، چون خرابکاری ها اینجا خیلی بیشتر بوده، یه چیزه واضحه. واقعا ما منصفانه هم نقد نکردیم، اگه خواست منصفانه نقد کنم خیلی حرفا بد میزنه. این که من دارم میبینم همین الان اوضاع نهادهای دامی رو دارم میبینم، گزارش مرکز پژوهش مجلس میگه 55% نهادهای دامی که با عرض 4200 داره وارد مملکت میشه میرسه دست مقداریا. 45% کجا داره میره تو این بازار؟ یه نهاد دامی قضا آدمیزاد که نیستش که 4 تا مقداری نمیتونید شما قضا نهاد دامی رو بهشون برسونید. بعد چی بشه؟ به دم انتخابات یه دوگانه یه صف مرغ صف رای درست بشه، آبروی مملکت بره، مملکتی که حوزه نفوذش از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه است. بعد بگن آقا به این فاجعه است، یه مملکت یه روزی که قرارگاه میزده برای چی؟ قرارگاه سازندگی میزده، قرارگاه میزده برای حل مسئله سوریه، قرارگاه میزده برای اینکه آمریکایی‌ها رو تو عراق بندازه بیرون، قرارگاه مرغ زده، قرارگاه میم رقه مرغ رفته زده. خب این وهنه مملکت دیگه. ستاد تنظیم بازار درست کردن، وزیر جهاد کشاورزی میاد میگه که آی انبارا پر میوه است چرا وارد میکنید، اون وزیر سمت میاد میگه که گرونه برای چی وارد نکنیم. بعد یه شما همین چند وقتی پیش خبر اومد بابا میبینید در گمرک واردات کردن، در گمرک پوسیده نهادهای دامی از بین رفته، کپک زده، این طرف قیمت مرغینه، از این ور جوجه یه روزه رو دارن قاچاق میکنن به خارج از کشور. اون فیلمای خاطرتون هست اون جوجه یه روزه رو معدوم میکردن، میگفتن غذا نداریم بهشون بدیم، قیمتاش نمیصرفه. پس این قیمت مرغ چیه؟ ببینید یه دو تا مرغداری رو نمیتونن مدیریت بکنن، یه مسئله یه مرغ، یه روز مرغه، یه روز پیازه، یه روز موزه، یه روز گوشته، چقدر اینا خرج کردن؟ چقدر دلار 4200 دلار جهانگیری ریختن توی بازار؟ فقط سر گوش 11000 میلیارد تومان پول مملکت به باد رفت. داره میگه همین الان گزارش مرکز پژوهش هست، حرف من نیست، 55% نهاد دامی داره میرسه در اختیار مقداری قرار میگیره. بقیه‌اش کجا میره اصلا؟ قاچاق میشه دوباره، نمیدونم تو بازار آزاد میفروشن، میره سراغ مرغداری. ببین شما یه طرفه فقط چون مرغ میخورید دارید میگید، میرید مثلا لبنیات میخرید، من میرم سراغ گاوداریا، من میرم سراغ مرغداریا. طرف گاودار ما تماس گرفته میگه این داروی گاوون انقدر گرون شده، فلان انقدر گرون شده، نمیصرفه، گاوای شیری رو دارن سر میبرن، میگن به گوشت بفروشیم به صرفه تره.
بابا کلی هزینه شده این گاو خدمت شما تغذیه شده ما اندازه بکشه بتونه شیر بده، بعد چی میشه؟ بعد میگه لبنیات میره بالا. یه گاوداری مرغداری نمیتونن مدیریت بکنن، بعد چی کار میکنن؟ دم انتخابات ها همین قصه هایی که بهتون گفتم، سنی ها رو تحریک میکنن، دخترها رو تحریک میکنن، نمیدونم آی بیاید اینجای نیان، لولوها میان دیوار میکشن فلان، مردم هم فریب میخورن میان بولم میشن میان. طرف میگه من رای دارم نمیزم کیه. خب این روشی که مردم ایران سلبی رای بدن این فاجعه است. یعنی مردم ایران بیشتر از اینکه بدونن به کی میخوان رای بدن، میدونن به کی میخوان رای ندن، از ترس اون یکی میخوان میان رای بدن. خب این بده که. تا کی باید اینجوری باشه؟ به کسی رای بدی برنامه داشته باشه. من میام 6 ماه کل بیکاری جمع کنم. چه جوری؟ بابا بگو. برنامه‌تو بگو. آقا همین الان من به شما میگم هر کسی در دولت بعد در سر کار بیاد بدبخته با نقدینگی که اینا تولید کردن. 96 خاطرتون هست عرض میکردم، میگفتم روحانی نارنجک کشیده تو دستش گرفته میگه کی دولتو میخواد؟ مردم نقدینگی خواهد ترکید. خاطرتون هست؟ من که نمیتونم برگردم سخنرانی 4-5 سال پیشمو تغییر بدم. برید ببینید دیگه. نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌ها خرج املاک شده، رفتن پول مردم رو به جای اینکه برن تولیدی بزن، کارخونه بزن، رفتن چیکار کردن؟ املاک. نرخ بهره رو دولت عمدن بالا نگه داشته. برای چی؟ برای اینکه مردم پولا رو تو بانک کنه نگه دارن. اگر مالیات گذاشته بشه بر سود سپرده یا این نرخ بهره بیاد پایین چی میشه؟ پول تو بانک برداشته میشه. برداشته میشه چه اتفاقی میفته؟ خدا به داد اون برسه. این پول یه حجم عظیم مثل یه سیل پشت سد الان نگهش داشتن. برای همینه پول زیاد هست اما شما رکود میبینید، خرید فروشی نیست. این کسایی هم که الان میخوان بیان در ریاست جمهوری خبر ندارن، یه نارنجک زامن کشیده شده رو میخوان تحویل بگیرن. ما تا که جایی که گفتیم بهشون دوست گفتیم بدونید این نارنجک زامن کشیده شده است، زامنش کشیده شدن تعارف کنن، کی میخواد خدمت شما؟ این آب پشت این سد خواهد ترکید و هرچی نگهش داری یهویی میتره که بدتر میشه. مثل دولت قبل که نرخ ارز رو نگه داشت یهویی رفت تا 3 تومن. گفتم میتره که این الان دارم بهتون میگم نارنجکه شده 4 تا. آقا این چجوری بودجه تامین کردن؟ اوراق سلف فروختن رفته. دولت بعد اینا کاغذ دادن به مردم، پول گرفتن از مردم، خب بعد چی باید پس بده؟ دولت بعدی با سودش. یعنی کلا دولت بعدی منفی تولن تازه میاد سر کار. یعنی خدا شاهده برنامه‌ریزی کنی گند بزنی توی یه سری از این کارا، برنامه‌ریزی میخواد. برنامه‌ریزی کنی گند بزنی توی مملکت این قشنگی نمیتونی. ببین یه سری از اتفاقات ممکنه احتمال داره رخ بده، یه سری از اتفاقات تو اقتصاد نمیشه عادی رخ بده، برنامه‌ریزی میخواد. رکود تورمی از اوناست، نمیشه سخت پیش میاد توی اقتصادی هم رکود باشه هم تورم. یعنی ببین پول وقتی دست مردم میاد پولدار میشن، خرید و فروش میکنن، خرید و فروش که میکنن این کالا کم میاد، تورم طبیعیه، درسته؟ یعنی پول تزریق کرد جامعه اما خرید و فروش شکل میگیره، تورم هم هست. چه جوریه نه خرید و فروش هست اما بازار مسکن نگاه کن قفل، هیچ کی ماشین خرید و فروش قفل، کار به جا میرسه، اپلیکیشن ها فشار میارن نباید قیمت تعیین بکنید، همه چی شده دستوری. فاتحه مملکت خونه تو 170 تا کشور که اقتصاد میزان نشون میده، میزان نفوذ و دستوری بودن اقتصاد نشون میده که یعنی دولت ها دخالت میکنن، تو 170 تا کشور دنیا ما 164مم. یعنی من نمیدونم اون 6 تای دیگه کجان که دولتاشون بیشتر دخالت میکنن. همه چی اینجا رئیس صنف مثلا نمیدونم بنگاهی ها میاد قیمت خونه تعیین میکنه، ماشینی ها میاد قیمت ماشین تعیین میکنه. اصلا اقتصاد اصلا مردمی، اصلا کی حاضری به تو مملکت سرمایه گذاری کنه؟ میگم من کجا رو سرمایه گذاری کنم؟ یه ما بعد یه وزیری، یه وکیلی، یه سفیری، یه بابایی، یه رئیس صنفی، یه رئیس اتحادیه بر خودش نهید یه حرفی بزنه آقا ببندید جلو صادرات اینو بگیرید، جلو واردات اونو بگیرید. اه. طرف میاد یه پولی میذاره بر خودش، مدیریت پروژه میکنه، میگه من 10 سال سرمایه‌مو میذارم اینجا، آروم آروم بازارم اینه، یه بدبخت ها میاد یک سال گذشته فاتحه‌شو میخونه. طرف رفته وام ارزی گرفته، اومده اینجا تورید را بندازه، قیمت دلار یه 4 برابر شده، به دلار وام گرفته، به دلار هم بعد پس بده، وسایلشو به چی فروخته؟ به ریال. بدبخته بیچاره چه جوری پس بده؟ نمیتونه وام رو پس بده، میگیرم میندازش زندان. هر زندان رفتنی که مفسد نیست، چه غیر منطقیه.
با هر زندانی کردن مسئله حل نمیشه. مگه سلطان سکه رو اعدام نکردن؟ آقای دکتر جهانگیری با افتخار خوشحال فیلماش از والله العلی العظیم میگه آقا خیلی اومدن خریدن، زیادم دارن میخرن، چند هزار تا دارن سکه میخرن. خب بانک مرکزی چند میلیون سکه پیش فروش کرد، کل کسانی که پیش فروش خرید کرده بودن تا روز قبل من آمار از آقای دکتر سیف گرفتیم 65 هزار نفر بودن که چند میلیون سکه خریدن. افرادی هستن 25 هزار و 20 چند هزار سکه خریدن. خب اینو باید بگیرید، چرا رفتی او رو گرفتید؟ برداشتن گرفتن طرف اعدامش هم کردن. سکه چند تومن الان حل شد؟ اینا رو بخواید با توضیح به شما ده با چه برنامه تو میگه یه ساله تورم کنم. مگه میشه یه نفر الان بیاد سر کار مسکن؟ آقا من به شما بگم هر کسی معلوم با کاندیدای محترم که جلسه دارم بیاد بهشون برنامه میدم، میگم بدونید هر کدوم از شما بیاد سر کار باید بخش مسکن رو راه بندازه. دفعه قبل چی هست گفتم بابا یارو یه نفر از کره ما به ما نگاه کنه، یه جا نگاه میگه دیوانن، رسما سیمان دارن، میلگرد دارن، کارگر بیکار دارن، جوونی که خونه میخوادم دارن، کمبود مسکن هم دارن، 1% مسکن هم واردات نیست، همه چیش تو داخل است. یا چرا نمیسازن؟ حتما باید دولت بعدی مسکن رو راه بندازه، راه و راه بندازه، کلی کار باید شکل بگیره، پتروشیمیا رو باید راه بندازه. ظرفیتایی داریم که من نمیگم یه سال مشکل حل میشه، اما واقعا مردم توی 3-4 سال میتونن تاثیر رو ببینن. 3-4 سال زمان کمی نیست. این آقا میگه ما کاری نتونستیم. امیرکبیر تمام این کاری که کرده تو 3 سال انجام داده، که هنوز اسمش هستش. آقای هاشمی هم میخواست پوز بده میگه من امیرکبیر ایرانم، خودش میچسبون به امیرکبیر. تو 3 سال تمام اون کارا رو انجام داد امیرکبیر. بعد اینا میان تو 4 سال که هیچ کاری نمیکنن. 4 سال دومش، 4 سال اول یه حرکتایی میزنن که 4 سال دوم مردمشون رأی بدن، میگن بذار کاراشو تموم کن. 4 سال دوم که دیگه وقت خوردن هست، بخور بخوره. 4 سال دوم که میگن دیگه دستمون من که رأی هم از اینا نمیخوام، بای خداحافظ. اینا باید باش برخورد بشه. یه دوستی، یک از این دوستان ما رفته یه کار خیلی قشنگ انجام داده و تو یکی از وزارتخونه هاست، اومده مدیران مملکت، مدیران میانی رو بررسی کرده که اینا کجا بودن و رویکرد سیاسیشون چیه. نتیجه که رسیده بالای 90% این عزیزان، دقت بفرمایید، مثلا احمدی نژاد سر کار بوده، اینا احمدی نژادی بودن، 1 سال آخر شدن ضد احمدی نژاد. خب بعد روحانی اومده سر کار، همه روحانی چی شدن، بعد الان ضد روحانی شدن 1 سال آخر دوباره. خب یعنی یه رویکرد منافقانه در کشور جا میندازه. اینم بدونید ما چند لایه آدم داریم. یه سری از همین کاندیدای محترم من اسم میبرم، از من نخواهید اسم ببرم، خب چون نه شما ببخش ظرفیتشو دارید نه جامعه میپذیره، استقلال پرسپولیسش میکنید. همین عزیزان نقاط قوت و ضعف داره. من نشستم بهشون گفتم، برخی از گفتم این حرفی داریم ظرف بی خودیه، اصلا نشدنیه. برخی گفتم این شدنیه، میگم این که آرمانی اصلا نمیشه. آقا یه کاسه دوغ برداشتی رفتی در اقیانوس میگی من اینا، یه کاسه ماس برداشتی رفتی در اقیانوس میگی من اینا میخوام دوغش کنم. چه شود اگر شود، اما نمیشود. واقع بین باش، ابجکتیو نظر بده، سابجکتیو نه. تو انتزاعات و تو فضا حرف نزن، بیا عملی حرف بزن، روی زمین حرف بزن. با اینا دارم صحبت میکنم. یه چند لایه، یه سریشون آدمای صرفا این نگاه که آقا اگه 4 تا انقلابی بیان سر کار، کار درست میشه، اینجوری میگن. یعنی فقط اینا نباشن، این لیبرالا اینا کار بلد نیستن. خب اینا فقط دنبال مذاکره و این قصه و این چیزا، مردمو ول کردن، مملکت ظرفیت داخلی بده. یه آدم خودی بیاد اینا جهادی ان کار. ببین 90% اینجوری فکر میکنن که این غلطه، این غلطه. بذار مثال برای شما بزنم. اینا یه کسی برنامه نداشته باشه، راهبرد نداشته باشه، رویکرد فکری نداشته باشه، هضم میشه، امکان نداره. خب چرا؟ ببین بزرگترین امپراتوری تاریخ در طول تاریخ به لحاظ جمعیت هخامنشیان بودن. 49.5% از 50% جمعیت مسکون کره زمین زیر سلطه هخامنشیان بود. به لحاظ وسعت مغولا دیگه بین از دم ژاپن فتح کردن تا بغداد. خب چی مونده از مغولا؟ هیچی. تأکید میکنم تو همین ایران اومدن چی ازشون مون؟ جالب بدونید دهه ها در هندوستان زبان فارسی زبان درباری بود، یعنی مردم میخواستن کارشون انجام بشه باید فارسی حرف میزدن. توسط کی؟ توسط نوه نتیجه های همینا. چرا زبان فارسی؟ چون زبان مغولی اصلا نمیشد باش کار انجام داد. زبان بروکراسی نبود، کلمه نداشت.
مغولا برنامه جز کشتن نداشتن. بریم حاکم شیم. خب بعد چی شد؟ دیدن ای نمیتونن مملکت داری کنن. یعنی مثلا قبایل وحشی بودن مملکت کردن. یعنی مملکت داری بهش شهرداری به این سادگی ها نیست. اداره بلاد به این سادگی ها نیست. وزراشون کیان؟ همه ایرانی. خازن نظام الملک توسی و فلان. بعد چی میشه؟ هیچ اثری از مغول نموند. هضم شدن. ببین با ما حمله کرد. اینجا رو به خاک سیاه نشوندن. به تل خاکستر تبدیل کردن اینا رو. اما چه ازشون مون؟ کاملا حذف شدن، مسلمون شدن، مسجد ساختن، رصدخونه ساختن به دستور ایرانی‌ها. وقتی شما برنامه نداشته باشی بگی من حالا یه آدم انقلابی میرم اونجا کار حل میکنم، یه 10-20% میتونی کار کنی. آقا ما نزدیک 5000 تا پست مدیریتی داریم، چند تا آدم داری بری بذاری؟ مستلزم تربیت. 8 سال کنار بودی میشستی مدرسه حکمرانی میزدی کار تربیتی انجام میدادی، میرفتی از دانشگاه شریف امیرکبیر، دانشگاه خوب، کسی که میدونه که نخبگی دارن، باهوشن، میرفتی آدم برمیداشتی میگفتی آقا بیا 8 سال تور اقتصاد بخون. اونی که میبردی مسئله فرهنگی آشنا میکردی، امروز آدم میذاشت. میدونی چی میشه؟ شما کلی همون 4 تا کابینه رو میچینی، بقیه همونان و این وزرا ماشین امضان، همه کارا مدیر کلا هم قبلی انجام میدن، اتفاق خاصی نمیفته. طرف تو روزنامه ایران، من قشنگ یادم چند بارم گفتم، هواپیما نشسته بودم، آقای روحانی تازه رئیس جمهور شده بود، روزنامه ایران تو هواپیما مال دولت دستوری میذاشتن دیگه تو پروازها. خب من روزنامه ایران نگاه کردم، تا دیروز داشتش مثلا از احمدی‌نژاد دفاع میکرد، به یه روز دیدم داره فوش میده، به یه روز که کل کارمندا رو نریختن بیرون بیان، یه مسئول اونجا رو فقط عوض کردن. همونا بندگون خدا باید بشینن تا دیروز تمجید میکردن، حالا باید فوش بدن. این نتیجه چیه؟ نتیجه که باید شما یه وقتی میخوایی یه کاری رو بری انجام بدی نیرو باید داشته باشی. پس اینا در درجه 90%شون اینجوری فکر میکنن. یه خورده میای بالاتر، یه لایه بالاترشون مدیران پروژه‌ای هن. یعنی چی؟ یعنی میگم ما رئیس جمهور بشیم چیکار میکنیم؟ 10 تا پروژه داریم. مثلا چی؟ مسکن رو درست ادامه میدیم، تهران مشهد راهن میسازیم، نمیدونم نفت اونجا رو فلان میکنیم، آب اونجا رو حل میکنیم، برق اونجا رو حل میکنیم. چند تا پروژه تو ذهنشونه، رفتنم وقت گذاشتن، بندگون خدا بلدم هستن و احتمالاً بیانم جواب میده. خب میان مثلا پروژه رو پیش میبرن. یه لایه بالاتر از این داریم، لایه‌ای که برنامه دارن. یعنی این پروژه ها ذیله برنامه بالاتریه که دیگه خیلی کم میشن. خب یه لایه بالاتر از اون داریم که دیگه خیلی خیلی کم میشن دیگه. حالا من چی بگم؟ حالا اونم که نفر بیاد پارادایم رو عوض کنه، چارچوب عوض کنه، زمین بازی رو عوض بکنه، اصلا نگاهش به مسائل فرق بکنه، نگاهش به اقتصاد متفاوت بشه. اما الان ما اکثر این دوستان عزیزان که میخوان بیان مثلا مشکلات مملکت رو حل کنن، چه تو اصلاح طلبا چه تو اصولگراشون، میبینید چی مثلا میگن آمریکایی‌ها اینجوری فساد حل کردن، آمریکا، چینی‌ها اینجوری اقتصاد رو درست کردن، آفریقای جنوبی اینجوری ارتباطات رو توسعه داد، خب مخابرات رو، نمیدونم فنلاند اینجوری تو حوزه دارو کار کرد. این چیه؟ این آش شعله قلمکار مگه میخوای درست کنی؟ هر کدوم اینا برخواسته از یه پارادایمی، راهبردای شکل گرفته، تو اون راهبردا تکنیک تاکتیکای زده بیرون. فلزا خیلی از اینا تکنسینن، یعنی میگن ما بریم حالا چه کار انجام بدیم. اون کسی که میخواد پارادایم عوض کنه، از بیخ و بنیان نگاه بکنه، و البته حالا فکر کنی آدم کاملا پارادایم رو تغییر بده اما هیچ برنامه‌ای هم نداشته باشه، اون به درد نمیخوره. ذیل برنامه اصلیش پروژه‌ای رو نتونه تعریف کنه، بازم به درد نمیخوره. برای اجرای پروژه‌اش و حل مشکلات تکنیک و تاکتیکی نداشته باشه، بازم به درد نمیخوره. این من باید فکر کرد. برای همین من معتقدم مشکلات کشور یک جریان میتونه حل بکنه. خب این جریان باید واقعا فراجنایی نگاه کنه، از همه ظرفیت‌ها استفاده کنه. وقتی اومد آقا فلان مدیر آدم موفقی بود، این آدم بهره خوبی، هوشی خوبی داره، این آدم سابقه خوبی داره، این آدم کارنامه خوبی داره، همینا رو بهره ببره، بذاره کنار چپ و راست و این قصه ها و این داستانا رو. همین چند روز پیش بود آیه آشنا دادم یه توییتی به ما زده، ما هم یک توییت یک کلمه جوابشون رو دادیم. بلافاصله بعد توییت من، تقریبا یک ساعت بعد از توییت من توییت زده بود. من توییت زدم که آقا به زودی با در مورد انتخابات با شما سخن خواهم گفت، اگه سوالی چیزی دارید برام با من در جریان بذارید. خیلی هم سوال اومده بود اونم، یعنی که هم با مؤسسه تماس گرفتم، همونجا زیر توییت من خیلی سوال پرسیده بودن. یک ساعت بعد نوشته بود که آقا مثلا اسم یه عزیز دیگه برده بود، حالا ما رو که آقا شما که از همه جناح انتقاد میکنید و
ادعای جامعیتتون هم میشه، نمیدونم طرفدارای پرهیجان و پرشوری هم دارید، خودتون هم بیاد برای ریاست جمهوری. یعنی من بیام کاندیدای ریاست جمهوری بشم؟ نه، من چون توهم نیستم دچار بیام کاندیدای ریاست جمهوری بشم. من رئیس بورد و قد و قواره ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران نیستم. خیلی از شما هم که شرکت کردید نیستید. در حالی که من جلسه داشتم با برخی از عزیزان، برنامه‌ای که من داشتم برای حل مشکلات کشور خیلی بیشتر از اونها بود. خب اما با این میگم نیستم. نه دچار وهم بشه. اللهم مخرجنی من ظلمات الوهم. ما رو از تاریکی وهم نجات. ما رو با فهم آشنا کن. این نیستش بچه بازی نیستش که ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهوری فرانسه، آلمان و آمریکا و بورکینافاسو و نمیدونم جزایر قناری اینا نیست. و اینجا شیعه خانه امام زمان، اینجا هر تصمیمی گرفته میشه ثبت در تاریخ میشه، رو زندگی و آخرت کلی از انسان‌ها داره اثر میگذاره. و میفهمی داره چیکار می‌کنی؟ اینا باید فهم داشته باشن. البته تو همین توییت یه اعترافات خوبی هم بود. خودشون گفتن که تو به همه جناح انتقاد میکنی. بله. من اشتباه ببینم انتقاد میکنم. نقد میکنم. بارها هم گفتم، گفتم آقا یه مسئول رفیق جای کدید کارش درست داره انجام میشه، خب ادامه بده. همین الان شما مثلا بحث عمدای رئیسی زیاد میشنوید. که دی میگن حتما باید بیاد، یا دی میگن اصلا نیاد. نظراتشونه. کدوم اینا درسته؟ کدوم اینا به نفع کشوره؟ واقعا تو کدوم اینا نفس وسط نیست؟ تقریبا تمام کاندیداهایی که شرکت کردن تو انتخابات، خب کاندیدا نظرشون بر اینه که آقای رئیسی نیاد. چرا؟ چون بیاد باید برن کنار دیگه. میشه نفس وسط نباشیم وسط. میگه خب من میرم کنار. بعد این چند دلیل برات میارن ها. کسایی که کاندیدا نیستن بیرونن، مردمن. میگن چه وضعش الان شوربایه اینجوری افتید به جون هم دیگه 60 نفر کاندیداشه. کاش آقای رئیسی بلند شه بیاد مشکل حل کنه. اجماع مثلا به وجود بیاره. هر کسی از زن خود شد یاره من، هر کسی از یه موقع از حب علی، از بغض، از حب علی نیست، از بغض معاوض. بعضی از همین دولتی هم جالبه بدونه دوستان آقای رئیسی بیاد. ببین چرا؟ برای اینکه تو قوه قضاییه نباشه پایان دولتشون باشون برخورد قضایی صورت نگیره. ببین رئیسی بیاد تو ریاست جمهوری تو قوه نباشه، قوه با ما برخورد نکنه. هر کسی از دیدگاه خودش، از زن خودش و نگاه خودش داره میاد جلو. به منم پیشنهاد دادن تو برخی از این از اون جلسه داشتیم پیشنهاد دادم بیا تو کابینمون قرار بگیر و فلان نمیدونم چیزا هم به ما گفتن. اینا همینجا من عرض میکنم، اون چیزی که برای من مهمه پیشبرد کاره. من یه وظیفه اینجا بر عهده‌مه تو همین جامعه خودمون دارم یه کاری انجام میدم و ظاهرا هم بدک نیست، موثره، کارآمدی داره این مجموعه ما. خب اگه روزی واقعا احساس بکنم که چه میدونم برم تو یه پستی قرار بگیرم در مجموعه دولت حاکمیت یه جه. اونجا بیشتر میتونم خدا اصلا شک نکنید این کارو میکنم. خب لزومی هم نداره مردم ازم بخوان، کسی نخواد، اصلا اینجا من وظیفه خودم. اما اینو بدونید فر من الریاسه اصل تو اسلام، فرار کن از مسئولیت. یعنی اصل بر اینه که شما مسئولیت رو نپذیرید، چون میخوای آتیش جهنم قبول کنید. چون مسئولیت دیگه، مسئول یعنی کسی که مورد سواله، کسی که مورد خواسته است. اصل بر اینه که مسئولیت قبول نکنه. شما ببینید اول انقلاب نفهم خواست مسئول بزن گریه میکرد، بهش فشار بعد میآوردن، قسم قرآن میآوردن جلوش، بیا قبول کن. اینجا اصلا میدونن برای پذیرش مسئولیت. حالا اگر جریان لیبرال دوباره رای بیاره چی میشه؟ من به شما برجام 2 و 3 و 4 قطع به یقین. یعنی فکر نکنید اینا این فرصتی که خیر ایرانو گرفتن به دست آوردن رها میکنن. مگه دیوونن این کارو کنن؟ شک نکنید. برجام موشکی، برجام منطقه‌ای و بعد از اون تجزیه ایران. اصلا شک نکنید. اصلا همین الان دارن تحریم میکنن. ببین آقای بایدن تخصصش کردستانه. زمان دولت اوباما ایشون تخصصی روی کردستان کار میکرد. اصلا اینا به دنبال این اتفاقن تجزیه مملکت. بارها گفتم صهیونیستا کشور بالای 20 میلیون نفر تو خاورمیانه نمیخوام. میگن برای ما ضرر داره، برای ما خطر داره، باید بالکانیزه بکنن اصطلاحاً. همون بلایی که سر بالکان آوردن دیگه تو اروپا. چند این کشورشون جمهوری چک جدا، اسلوواکی جدا، صربستان جدا، نمیدونم بوسنی جدا، همه رو زدن تیکه باره کردن. اینجا هم کشورهای کوچیکی که نتونن با هم همپیمان باشن، نتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن، صبح تا شب با هم دعوا داشته باشن، کشور قومیتی شکل بگیره، کشور مذهبی، عراق سنی جدا، عراق شیعه جدا، کرد جدا، ترک جدا. همین الان تحریکات شما دارید میبینید. این برنامه اصلا تخصص آقای بایدن تجزیه است. شما بگم علل خصوص روی حوزه کردستان. من قبلا هم توییت زدم گفتم که
آی بایدن بیاد ماجرای کردستان احتمال زیاد تحریک خواهد شد و من احساس میکنم بایدن جلوی اردوغان هم قرار بگیره. خب یعنی که با چندین مرتبه تماس گرفته به اردوغان که تبریک بگه جوابشو نمیداد و گفته اردوغان من با انتخابات از من میبرم، نه الزاما کودتایی، نمیدونم قصه‌ای از اینجور. تبعات اومدن این لیبرال هم اینه، بدونید، فکر نکنید که اوضاع مملکت درست میشه، نه، یعنی اینکه آمریکایی‌ها میان یهویی باز میکنن 200 میلیارد دلار پول میریزه تو ایران، اصلا اینجوری نیست، اصلا و ابدا. همین الانم یهو خود مذاکرات پیش رفت فقط به خاطر این بود که ایران یه خورده به سمت در واقع شرق نگاه کرد و این قرارداد 25 ساله با چین و هر زالا راجبونم بعداً مفصل صحبت بکنیم. خب چون میدونید بنده اصلا و ابدا نیست که به شرق دلبستگی داشته باشم، به غرب دلبستگی باشم، کلی کلیپ‌های خود من علیه چین توی اینترنت هست، جای کارو خوب کردم گفتم، میگم چین مقابله با فسادش عالیه. خب اصلا فرمایشات امیرالمومنینه که انه اونا الگو قرار دادن، اما برخوردش با مسلمانای ایغور فاجعه آمیزه، من اصلا نمیتونم بپذیرم. خب این مخالف نگاه انسانی عقلانیه. نقدش به وقتش انجام میدم. چند وقت پیش بود وزیر امور خارجه چین از خلیج فارس استفاده نکرد، وارد خلیج استفاده کرد، دیدی توییت زدم مردمم ریختن حمایت کردن و سفیرشون اینجا واکنششون رو جواب داد. چند وقت قبلم روسای همچین کاری کردن، بنده باز دوباره واکنششون دادم. من وابستگی ببینم چین و روسیه و اونم آمریکا، اینا من به کشور خودمون و منافعشون، هر کی میتونه با ما بیاد کار کنه، احترام متقابل بذاره، خدا پدرشو بیام، من مستکبرم نباشم. اینا ذاتشون استکباره، ذاتشون اینه که آقا جز من کسی نیستش. فکر نکنید آمریکا کوتاهه، نه، آمریکا تا تجزیه ایران پیش میره. اینا اینقدر وقیح هن که شما یه روز از حسد میگذشه تا حذف فیزیک از دبیرستانا به شوخی گفتم یه جایی، نه از حذف فیزیک از دبیرستاناتون هم بیخیال نمیشدن. بابا دیگه تجربه برجامو ندیدید؟ چه جوری ما باید راه ما همه جوره مراعات کردیم، همه جوره پیش رفتیم، بیشتر از وظایفمون انجام دادیم، چیکار کردن؟ خب آقای بایدن بلافاصله قرار برگرده توی مذاکرات که چند وقت در ریاست جمهوریش گذشته، چرا برنمیگرده؟ چرا حاضر نیستش حقوق خود ما رو به اون بده؟ همون حرفی که تو برجام زده بودن، چرا این کار نکرد؟ الان هم فقط به خاطر انتخابات. اینا از خداشونه، دوباره همین ناکارآمد و سرویس خوب بگم، آها این خیلی خوب، اینا از خداشونه اون طیفی در ایران رأی بیاره که ایران رو ضعیف نگه میداره، دو بیشترین باجو به اونوریا میده. اینا اینو میخوان. اون کسی که کشتی انگلیسی رو میگیره میگه غلط کردی کشتیمو گرفتی، که نیست. اون کسی که حرف زد موشک بخوره تو پایگاه نظامیش، اینا رو نمیخوان که، چیز واضح و بدیهیه. نکته آخرم این که ببین شرایط کشور شرایط خاصی مود، این حجم بهمن نقدینگی تو کشور اوضاع اقتصادی رو خراب خواهد کرد. ما در آینده با کشورهای اطراف خود مثل ترکیه، قطر، عربستان مقایسه نزدیک خواهیم شد. خب و این مسئله به نظر من خیلی مهمه. از سمتی مسائل فرهنگی تو این سالها کاملا رها شد، مسائل اجتماعی کاملا رها شد. خب و یه دولتی که داره سر کار میاد واقعا کار سختی و همه قوا باید کمک کنن، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه کنار امنیه قرار بگیرن، دعوای سیاسی اینا کنار گذاشته بشه، با فساد برخورد بشه، با مسئولینی که مفسدن برخورد بشه، مسئولینی که با ناکارآمدیشون ضربه زدن، الزاما دزد نیستن، بی ارزه های عجیب غریبی هن، ضربات سنگینی زدن با تصمیمات بدشون، با اینا باید برخورد بشه. باید فضای در کشور به وجود بیاد که کلت بذاری رو شقیقه یه نفر، بگی بیا برو مسئول شو، یعنی با خودش بگی که اوه من برم میخوام اونجا تصمیم بگیرم، این آخرتش. بعد نه، بعد من بازخواست خواهم شد که چرا این تصمیمو گرفتی، تصمیمات باید شفاف بشه. اینم به شما بگم، ما قبل انتخابات بعضی آخر قبل انتخابات یا دیده میشن تو شبکه‌های اجتماعی، قبل انتخابات از این اکانت‌ها میان شلوغ کاری، بعضی از این خبرنگارا چهره‌های رسانه‌ای دم انتخاباتن، اینا اصلا خدمت تو فکر کنم ستاد انتخاباتی به دنیا اومدن. خب ما اینجوری که نیستیم که، ما 6 سال شفافیت رو شروع کردیم دنبالشیم، پیگیریم، ولش هم نخواهیم کرد. اینم بگم هر دولتی سر کار بیاد، اصلاح طلب، اصولگرا، معتدل، غیر معتدل، لیبرال، انقلابی، ولکنش نخواهیم بود، پیگیریم. همینطور که این مجلس الان سر کار اومده، هم داریم کمک میکنیم به نمایندگان مجلس ها، تر میدیم کمک میکنیم، اما بی خیال شفافیت نمیشیم، وعده دادن باید انجام بدن. خب این اصل برای ما، ما ادامه هم خواهیم داد این مسیر رو تا ببینیم چی میشه.
و هر جا من بنده نوعی احساس کنم مفید خواهم، اونجا حضور پیدا خواهم کرد. یک جا هست تو قامت این که بیام یه چهار تا تحلیل به شما بگم، بیام بشینیم یه حل مسئله انجام بدیم، مشکلی از کشور حل کنیم، استفاده کنیم از کارگروهای تخصصی. ما اگه تو حوزه‌های مختلف نظر میدیم، ما اینکه 14 15 تا کارگروه داریم. ببینید بنده از نظر کارگروهای تخصصی متخصصین استفاده میکنم، فهم میکنم، کمکشون میکنم، بعضی موقع از خودم به عنوان برای حل مسئله کمک میخوان کمکشون میکنم و میام اینا ارائه میدم با مردم. اون بخشش این میشه به مردم گفت، به زبان مردم میام ارائه میدم. اون بخشی بعد مسئولین گفت، به مسئولین میگم خیالتون راحت، به زبان مسئولین. خب همین چند وقت پیش بود بحث سربازی رو مطرح کردم، از ستاد کل تشریف آوردن اینجا، بحث مالیش رو عرض کردم، بحث جهادش رو عرض کردم، بحث عدالت رو. اینجوری نیست که پولی کنه پولدارا بتونن بخرن، بدبختا بچه‌هایی که تو روستا اینا برن سربازی، اینجوری نباید باشه، همه باید برابر باشن. اما از این طرف هم سربازی اجباری نیست، میدونی که تو قانون ما سربازی اجباری نیست، میگن یک وظیفه شرعیه. خب اینا باید یه جوری که وظیفه‌ش میخواد انجام بده، این واجب، واجب کفاییه، یه عده کفایت میکنه بریم ما سربازی حرفه‌ای رو بیام رو بندازیم، یه عده برن حقوقم بگیرن. خب حالا راجع به همینا داریم بحث میکنیم. خب اینجوری نیستش که حالا چهار تا جوان میان میگم دوست دارن سربازی نرن، وای تو رو خدا دمت گرم برو اون کارو انجام بده. من هم اینو میبینم، هم اوضاع امنیتی کشور رو میبینم، همینا کنارم دیگه میشینیم، بالاخره به تر میرسیم. یه بخششو میام با شما در میون میذارم، یه بخششو میرم به مسئولین امر میگم، یه بخششو با نماینده ها میرم. اینجوری ما داریم کارو پیش میبریم. خب هر دولتی هم سر کار داره، ما مخلصشون هم هستیم، کمک هم خواهیم کرد. خب اما شما اینو بدونید که تک تک رأیایی که میدید، برادر سنی من، برادر شیعه من، برادر لیبرال من، برادری که به آخرت هم ایمان نداری، خب اما بدون شاید 1000% یا آخرتی باشه، تک تک رأیایی که میدید اون دنیا جلوی چشتونه. اگر همین الان خیلی شاکیان اوضاع کشور فلانه، اون 24 میلیون بزرگواری که رأی دادن بعد اون دونه جواب بدن. من بهشون حق میدم، و دور اول آقای روحانی رو من حق میدم، چون حرفای خوبی زد. اصلا نگو من سنه تحصیل رو تعطیل میکنم، گفت من هم هستی رو میچرخونم هم جیب مردم رو. خدا پدر تو بیامرزه، حرف خوبی. یه چیز دیگه گفت بازم خوب بود، مردم خسته بودن از دعوای دولت و مجلس، خاطرتون باشه هر روز احمدی نژاد لاریجانی با هم دعوا داشتن. خب گفت آقا این افراط و تفریط میزنیم، ما اعتدالیم، ما معتدلیم، دیوونه بازی رو میذاریم کنار، تدبیر. خب این حرفا رو مردم شنیدن، گفتن یه آخوندم هستش، لباس پیغمبر تنشه. خب هاشمی هم که به عنوان یه آدم اقتصادی میشناختنش، خب پشتشه، خب بریم رأی بدیم. اما دور دوم ما دیگه نمیدونم که آقا مثلا رئیسی میاد اعدام میکنه، رئیسی بیاد دلار میشه 5 تومن، الان 25 تومن ها. آره تو خوبه؟ بعد انقدر وقیحن میگن نه اگه رئیسی میاد میشد 50. به خدا 50 بشه میگن نه میشد 100. کنتور نمیندازه دیگه. یارو وسط وسط کره زمین، همینجا وسط کره زمینه. گفتن کجا منو گفت متر کنید. کی میتونه متر کنه؟ چیزی که نیست رو چجوری میتونه اثبات کنی؟ خب این وقاحت اینا رو نشون میده. هیچ برنامه‌ای ندارن. میگن فعلا بریم اونجا کاری میکنیم. ببین شما سخنرانی های 92 آقای روحانی رو اردیبهشت 92 ایشون سخنرانی میکنه، انتقاد میکنه به احمدی نژاد به خاطر حجم نقدینگی. الان ببینید چی کار کرده احمدی نژاد با 66 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت، 470 هزار میلیارد تومان تحویل، اینا رسوندن به 3000 هزار میلیارد تومان. اصلا باورش نمیشه عدد رو. خب بعد اینا چیکار میکنه؟ نگه داشتن. خب این به هر سمتی بره، نه با بورس چیکار کردن؟ آ کجای دنیا مسئول مملکت اومده بیاد بری تو بورس، وزیر اومده با اسم که بری تو بورس، من اصلا اس برد وزیر بیاد بری سهام اینو بخری، رفتن خریدن نیست شد. یعنی اصلا تو اعتماد عمومی داره سر بریده میشه. همین نتیجه چیه؟ همین آیا آشنا به یکی از این دوستان ما گفته بود که ما فکر میکردم، حالا دوست ما اینجوری نقل کرده، آیا آشنا بیاد بگه نه نبوده، چی بوده نمیدونم دیگه، خدمت شما عرض کنم، گفته بود که آقا ما مثلا فکر می‌کردیم چجوری اومدیم دیدیم کار سخته. بله که سخته، یه خونه رو نمیشه مدیریت کرد، دو تا بچه تولید یه پدر مادر، یه لقمه، یه تربیت، یکیشون میگه آقا گرمه، یکیشون میگه سردمه، یکیشون میگه کانال 1، یکیشون میگه کانال 2، هر کدوم یه حرفی داره میزنه. 80 میلیون آدم از نژادهای مختلف، قومیت‌ها، مذاهب مختلف، سنین مختلف، جنسیت‌های مختلف، مگه به این سادگی مدیریت کردن؟ آقایینی که الان اینجوری احساس تکلیفتون دست داده، بدونید عرصه سنگینی ها، و این
باریه که همه باید به دوش بکشن، همه اون باید کمک بکنه. اینم به شما عرض بکنم، یادم افته حیفم میاد نگم، به عنوان کسی که تقریبا با اکثر مشکلات کشور آشنا، میدونم چه خبره، خب، و آدم گذاشتم داره راهکار پیدا میکنه، و یا اگر مجموعه دیگه راهکار پیدا کرده رفتم باشون جلسه گذاشتم حرفش شنیدم، خدا گواه مشکلات مملکت حل شدنی. آقای روحانی هم این قسمو خورد. خب من وقت گذاشتم، ایشون نمیدونم چقدر وقت گذاشته بود، واقعا حل شدنی. این کشور پتانسیل جهش داره، عرض کردم به خاک و خون کشیده شده، رسیده یه قدمی 20 کیلو 100 کیلومتر راه اومده، رسیده یه قدمی چشمه، حالا دستش داره زن کنه بخوره. حل شدنیه، منتها چی میخواد؟ اراده قوی میخواد، یه نگاه و یه مبانی صحیح و درست، نگاه صحیح به مردم، به ظرفیت مردم. شما یه موقع از مردم ببخشید مثل گوسفند میبینی، میگی کل انعام، مثل چارپایان. یه موقع است مثل آقا رسول الله نگاهت به مردم، اصلا آدم شیرین تر از این عبارت میتونه پیدا کنه، مردم معادن طلا و نقره ان، یعنی مثل معدن طلا، برو ظرفیت آزاد کن، برو از اون استفاده کن. یه موقع نگاهت اینه، کن فیکون میشه، همه چی متحول میشه. یعنی اینا همون مردمی ان که وقتی اراده کردن پوزه کی تو دنیا جرأت میکنه جلو آمریکا اینجوری وایسته، جلو اسرائیل اینجوری وایسته، کشتی اسرائیل بزنه. اسرائیل 1973 ناو یو اس اس لیبرتی آمریکا رو با موشک و هواپیما زد. اسرائیل اینه، یه ولد حرامزاده ایه که صهیونیسم جهانی تراشیده، هیچ که بچه لوس نونور پررویی که هیچ، فقط ما میذاریم تو گوشش. این نتیجه چیه؟ نتیجه پشتوانه مردمیه، این مردمی که بلندشان رفتن جبهار، مردمی که بلندشان رفتن دفاع از حرم کردن، مردمی که دارن سختی‌ها رو تحمل می‌کنن. به خدا قسم تحریمی که در ما سر ما پیاده می‌کنن، یک این کشور اروپایی یک دهمش پیاده کنه، فردا هم دیگه رو می‌خورن اینا. دیدی دیگه سر همین ماسک و این کرونا اینا چه بلایی سر فروشگاه‌هاشون آوردن. ما تحریم شده‌ترین کشور دنیا بودیم، مردم به فروشگاه حمله نکردن. آمریکا تحریم کننده‌ترین کشور دنیا بود، چه بلایی سرشون اومده بود، چطور شب انتخاباتشون شروع کردن همه فروشگاه رو تخته کردن، دراشون تخته زدن و فلان اینجور چیزا که کسی حمله نکنه، فروشگاهاشون ریختن دستون، توالت که هم اومده بود. این مردم شأنشون این نیستش. البته خب حقیقت اینه که خود این مردم دارن انتخاب میکنن، درست انتخاب کنن، گول نخورن. کسی انتخاب کنه که کارآمدیشو قبلا نشون داده، برنامه داره، برنامه، حرف علکی نم. یا شما دیدید که اینا عمدتاً به جای اینکه بگن من خوبم، میگن تو بدی، میگن تو داداش دوز بود، نمیدونم فلان. یه کلیپی دیدم، خیلی کلیپ تاثیرگذار بود، گمش هم کردم متاسفانه، انقدر برام این فایل و مال این چیزا میفرستن. یادم دیدم کلیپی درست کرده بودن این آیه هاشمی تبا، اون ما گل‌های خندانی میشه میخوند، بعد هر یه تیکه‌ای که میخوند برداشتن یه تیکه از حرفای کاندیدای محترم سال 96 گذاشته بوده، تو داداشت دزده، اون یکی میگه برو خونت رو جمع کن، باز داریم گفت ما گلها یه خندانی، باز یه لحظه با خودم گفتم مردم همین رو ببینن چی میگه. مردم به نتیجه میرسن میگن آقا چپ و راست شما دزدن، گفت خیلی بده. به جای اینکه شما انقدر طرف مقابلت رو نفی کنی، بیا کار خودتو بکن، بیا بگو من این مشکل اینجوری حل میکنم. مردم مشکل مسکن دارید، من اینجوری حل میکنم. مردم مشکلت خدمت شماست که شغل دارید، من اینطور حل میکنم. یه بار دیگه برگردید، پیشنهاد میکنم چه جالب، یه بار دیگه برگردید مناظره های سال 96 رو گوش کنید، ببین چه وعده هایی دادن. مثلا 960,000 تا شغل ایجاد کوش، کجا رفت این شغل ایجاد؟ میان دستکاری میکنن آمار و سن شاغل رو جابجا میکنن، مثلا بچه 10 ساله رو میارن، نمیدونم فلان میکنن، یک کسافتکاری هایی میکنن که فقط یه خورده آمار رو بالا پایین کن. اما مردم چه درکی دارن میگن؟ اه مملکت قفله، هیچی، قفل زدیم مملکت. یعنی نه چرخ هسته‌ای چرخید که ترکید، بعد نه چرخ اقتصاد مردم. پشوار اون کسایی هم که اینا رو تقویت کردن، کسایی که این رو جریان آین رسانه‌ای هایی که دارید کمک میکنید، اینا رو بدونید، اینا دنیا خوب والله قسم تو این کسافتکاری ها، تو این گناه، تو این ناکارآمدی و شریکی دون دنیا با جواب بسته. سرتون درد بردم، عذرخواهی میکنم. من بازم راجع به انتخابات صحبت خواهم که سوالاتتون خیلی زیاد بود. خب
بازم انشالله حالا ببینیم. فعلا همینم بگم که تا قبل از تایید صلاحیت ها خیلی شلوغش نکنید، معلوم نیست چی بشه. بذار تایید صلاحیت بشه ببینیم چه عزیزان چه بزرگوارانی میان، بعد بتونید تصمیم بگیرید. دیدم آقایان طرفدارا میریزن به جون هم دیگه، اینا نه دور از اخلاق، اصلا عاقلانه هم نیستش. و بازی این لیبرال ها هم نخورید، اینقدر شما رو به جون هم دیگه نندازن. کار خودتون رو درست انجام به وقتش بذارید، تایید میان ثبت نام بکنن. خیلی از اینا می ثبت نام انصراف میدن، بعضی ندارن میان ثبت نام میکنن، شورای نگهبان میگه به این دلیل میخوام ردت کنم، خودش رو تمیده میره انصراف میده. خب چرا کسی که میخواد انصراف بده از الان داری واسه خود واسه او خود آتیش میدی؟ بذار تموم بشه ببینیم از این در واقع مرحله بعد از شورای نگهبان چه عزیزان تایید میشن، بعدش اون موقع بشین تصمیم بگیری. امیدوارم که خداوند همه ما و شما رو از مسببان هستی و خیر در حضور اون زمان جل الله قرار بده. صلوات بر